به نام خدا. سلام به یکایک که دانش آموز های مقطع متوسطه اول، سلام ویژه به پدر و مادرهایی که دانش آموز مقطع متوسطه اول دارن و کلی نگرانن، کلی دغدغه دارن، میخوان شرایط فرزندان عزیزشون به بهترین نحو ممکن رقم بخوره. امروز دقیقا اینجا هستیم با یه گفتمان تخصصی در ارتباط با مقطع متوسطه اول با کلی مهمان عزیز که قراره تو هر درس برای شما صحبت کنیم در مورد اون درس چه اتفاقاتی افتاده که این محصول بی‌نظیر امروز در اختیار شما قرار گرفته. یه سری بخش‌ها رو براتون تدارک دیدیم که انشالله اگر یک ساعت رو فکر می‌کنم برنامه‌مون طول بکشه در خدمتتون باشیم. اگر همراه ما باشید این نویدو بهتون میدم، خیلی از دغدغه‌هایی که امروز دارید به صورت کاملاً حرفه‌ای برطرف خواهد شد. درس اولی که می‌خوایم شروعش کنیم بسته به اون اهمیتی که داره تو مقطع متوسطه اول، درس علومه و درس علوم تو زیست شناسی کارهای بی‌نظیری براش انجام شده و مهمان اول برنامه‌مون جناب آقای شعبانی هستن که تو استودیو حضور دارن. جناب آقای شعبانی خیلی خوش اومدید تو برنامه. یک رو به اول برنامه رو با جناب آقای شعبانی همراه میشیم، نمونه تدریسی از ایشون می‌بینیم تو LCD هم دوستان زحمت می‌کشن یه سری از قسمت‌های علوم رو تو درس زیست شناسی برامون نمایش میدن. صحبت جناب آقای شعبانی رو میشنویم. خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما کرمانی عزیز، خدمت والیای محترم، دانش آموزان عزیز. آقای کرمانی، شاید اسم من و همکارم آقای شاکری رو بچه‌شون هم خالی، البته تو LCD دوستان زحمت کشیدن داریم ایشون رو مشاهده میکنیم. اسم من و همکارم آقای شاکری رو در زمینه کنکور خیلی شنیدن. خیلی وصفتون هم شنیدن جناب آقای شعبانی. خیلی ها در صدای بالایی تو سالهای اخیر با شما زدن. من میتونم با جرئت بگم دیگه از جناب آقای شعبانی و شاکری بزرگتر تو زیست شناسی کنکور کشور امروز نداریم و خیلی از دانش آموزا دارن استفاده میکنن و این خیلی خوبه. شاید شما میخواستید همین نکته رو بگید، من اومدم زودتر ورود کردم. خیلی خوبه که بزرگترین دبیرهای زیست شناسی کنکور کشور ورود میکنن به مقطع متوسط ستی اول و کمک میکنم به شما دوستان عزیز. بفرمایید. خب یه سوال به وجود میاد آقای کرمانی جان. خیلی از اولیای عزیز که الان دارن این فیلمو میبینن یا دانش آموزان میگن یه دبیر کنکوری که تو بالاترین سطوح کنکور داره تدریس میکنه و پیچیده‌ترین مفاهیم دبیرستان یا مقطع متوسطه دومو داره تدریس میکنه، چطور پای میذاره تو مقطع متوسطه اول؟ داستان از این قراره که خیلی جالبه بهتون بگم، من در ابتدا دبیر مقطع دبستان بودم. عجب. اونجا کتاب نوشتم کتاب بهتر بخوانیم زیباتر بنویسیم نشر صبحان، کتاب پر اقبالی هم بود. من بنیادی ترین مفاهیم زیست اونجا آوردم در قالب دبستان. عجب. خیلی سال پیش بود. بعد دبیر مقطع متوسط اول شدم، جنس بچه های متوسط اول خوب میشناسم، گرفت و گیرای درسشون رو میشناسم، میدونم کجا ذهنشون تو کدوم رگ گیر میکنه، کجا اگه یه مقدمه نگی بری سراغ درس این ذهن همراهیت نمیکنه، تو امتحانم جواب نمیگیره. اینم مربوط خیلی سال پیشه. بعد اومدم تو مقطع متوسطه دوم. علت بزرگ موفقیت من تو مقطع متوسطه دوم و اینکه در کنکور بعدها معروف شدم این بود که من پایه‌های پایین رو به طور عالی میشناختم. خیلی عالی. من میدونستم یه نفر تو علوم تو ابتدایی چه حرکتی کرده، توی مقطع متوسطه اول تو علوم بچه ها آیا در گردش خون در قلب و همکاری قلب با ریه اشکال دارن، اگه دارن چقدر دارن. وقتی اومدم دبیر دبیرستان شدم من میدونستم با کیا طرفم. شما وقتی میرید زیست دهم ما رو تهیه میکنید، به طور شگفت انگیز رد پای علوم هفتم هشتم نهم توش میبینید و دانش آموز داره همین لذت میبره وقتی زیست دهم مبانی رو میبینه عشق میکنه. خیلی هم مهمه دیگه. خیلی هم مهمه. خداییش خیلی از کارشناسا از جمله خود حضرت عالی که صاحب نظری توی زمینه اذعان دارن که ما عمده موزلاتی که توی مقطع متوسطه دوم کنکور داریم ریشه شامی مقطع متوسطه اول است که خیلی مهمه. دانش آموز از دبستان میاد تو مقطع متوسطه اول، یه حجم درس‌ها میاد بالا، دانش آموز دچار یه دلنگرانی میشه، یه برزخی در واقع براش ایجاد میشه که خیلی ها ناخودآگاه اصلا درس زده میشن، پا پس میکشن از درس و فکر میکنن مثلا آقا شخصیت درسی قوی ندارن، که کاملا اشتباه است، چون مسیر رو دارن اشتباه میدن. و تو آینده هم خیلی از معضلات پیش میاد تو مقطع متوسطه دوم که برمیگرده به همین جا. من همیشه گفتم، خیلی هم میگن جناب شعبانی کنکور رو باید برداشت، من میگم آقا قبول، کنکور رو باید برداشت بنا به هر دلیلی، ولی حالا که نمیتونیم برداریم حداقل بیایم کاری کنیم که راحت تر بشه
راه کنکور برای دانش آموزای عزیزمون و اون راه دقیقا همین دغدغه‌ایه که شما دارید، مقطع متوسطه اوله. ببینید بچه‌ها، اولیای عزیز، شما با دبیری طرف هستید به نام شعبانی، به نام شاکری، که این شعبانیه مقطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم رو دیده، جنسشون رو میشناسه. اولیای عزیز، من بچه شما رو تحویل میگیرم تو مقطع متوسطه اول، در حالی که خوب میدونم تو ابتدایی نقاط ضعف بچه‌تون کجاست، کجا را هنوز کامل با مغز استخون نگرفته. یه چیز دیگه هم بهتون میگم، خوب میدونم تو مقطع متوسطه دوم با چی قرار طرف بشه، یه نیم نگاهی هم به اون طرف دارم. حالا تو مقطع متوسطه اول براش شکار کردم، اومدم زیستو با همکارم آقای شاکری تو سه لایه تدریس کردیم. خیلی هم عالی. این سه لایه نتیجه‌اش چی میشه؟ اینو مطمئن باشم پدر مادرها، آقای کرمانی ها، من از قاب این دوربین تو صورت پدر مادر دارم میگم، خودم هم تضمین این حرفم، مطمئن باشید بچه شما بخش زیستشناسی علوم رو ببینه، یقیناً و یقیناً از این به بعد نمیخوابه مگه شبا فیلم زیست. خیلی خوبه فیلم، خیلی حرفاها، خیلی خوبه. ما یه بچه ای رو تو مقطع متوسطه اول گرفتیم با اون هیاهو و شیطونی و جنبش، یه کارش میکنیم زیست براش میشه رمان، میگه تا شبا زیست نبینم خوابم نمیبره. در واقع همون آموزش جهانی که امروز داره ازش صحبت میشه الان دوستان دارن میبینن دیگه، این همه انیمیشن، این همه شهودی سازی، یعنی یه آموزشی که من میگم جذابه دیگه، یعنی دانش آموز لذت میبره، مثلا قلبو داره میبینه، اصلا فارغ از این که شخصیت درسی داشته باشه نداشته باشه، بخواد تو آینده چه شغلی انتخاب کنه، اعتماد به نفس درسی پیدا میکنه. دانش آموزی که چشمش آشنا میشه به این سبک و سیاق تدریس، خب خیلی تفاوت داره با اون روشهای مرسومی که ما داریم. خب دانش آموزا بعضی درس گریزم میشن، اینجا واقعا داره دانش آموز لذت میبره و خیلی هم زحمتش بهم کم میشه برای یادگیری. آقای کرمانی، ممکنه الان اولیای عزیز، پدر مادرای عزیز، یه سوالی تو دلشون هم من داشته باشن، یا خود دانش آموز، اونم میخوام جواب بدم. الان مادر سوالی؟ نگرانی که منو داره میبینه، تمام زندگیش همین بچه هست، همه زندگیشو به پای این ریخته، قرار این بره به جایی برسه بشه در واقع یه جوری افتخارش، یه جوری سربلندیش، میگه آهی شبانی، تو که داری اینو به من و این پدر و مادر میگی که شب بچه‌م خوابش نمیبره تا زیست رو ببینه، آیا نتیجه هم تو مدرسه قرار ازش بگیره؟ آیا تو آزمون‌های تیسوشان، تو آزمون‌هایی که گاهن روزای جمعه میدم نتیجه میگیره؟ بازم رو به دوربین میکنم، همینجا خیلی راحت با تضمین، خب این دوربینه، اینم حرف من سنده، بعدها میتونن سند بیارن به من نشون بدم میگه شما تو اینو گفتی، نتیجه میگیره تو مدرسه. اینو مطمئن باشید جزء کسانی میشه که وقتی میرید مدرسه بپرسید بچه‌تون اوضاع درسی چجوره، معلم میگه تو زیست یک استعداد شگفت انگیز داره، فوق العاده تو زیست پیشرفت میکنه. خیلی هم عالی. این یک. دو، تو آزمونایی که روز جمعه میره میده، به طرز عجیبی درصد بچه‌تون شگفت انگیز میره بالا، یعنی توی مدت کوتاه یه دفعه بچه‌ت از 45 درصد میرسه به 70 درصد. مورد سوم، تو آزمونای تیسوشان بسیار ذهن بچه‌ت باز شده، بسیار بسیار ذهن بازی پیدا کرده نسبت به سالهای تیسوشان. ببینید چیکار کردم براتون پدر مادرها، من بچه‌تون رو عاشق درس خوندن کردم. مگه آرزوت این نبود که یه بچه با اخلاقی داشته باشی، یه بچه که مردم میبینن بهش بگن خدا پدر مادرتو بیامرزه، از یه طرف این دنبال درس و زندگی باشه، یه دکتری مهندسی چیزی بشه زندگی آینده‌شو تضمین کنه. من استارت این کارو براتون زدم بابا مامانا، یه کاری کردم بچه‌تون عاشق درس خوندن میشه، تو این عاشق شدن تو لذت میبری، تو میگی الهی شد به اون چیزی که می‌خواستم رسید، این بچه داره درسشو میخونه. به به. آقای کرمانی، مقطع متوسطه اول زیست رو تو سه لایه براشون تدریس کردیم. لایه اول، درس رو میدیم همراه با این انیمیشن های فوق العاده زیبا. آقای کرمانی، ما سفر کردیم به درون قلب، ما یک سفر شگفت انگیز کردیم، تمام لایه های بدن رو گذروندیم، به عمق بدن سفر کردیم. بچه‌ها عشق میکنن، یعنی دارن کارتون میبینن، ولی پیچیده ترین مفاهیم زیستم یاد میگیرن. اینو لایه اول، به معنی که درسنامه رو میبینن میرم سراغ سوالات تشریحی، یعنی سوالاتی که معلم مدرسه سر کلاس میپرسه، سوالی که معلم میخواد ببینه دانش آموز حالیش شده درس یا نه. تمام سوالات همکار من آقای شاکری در آورده، یک سوال رو جا نینداخته، ورق به ورق کتاب درسی، خط به خط کتاب درسی سوالاشو در آورده، پاسخنامه تشریحی و پاسخنامه تصویری داده. اینو داشته باشید. لایه اول تموم شد. لایه دوم اومدیم گفتیم بیا یه پله بریم بالاتر، یه سری سوالای خفن سخت،
اووردیم از تصاویر کتاب درسی و از مفاهیم کتاب درسی گذاشتیم، گفتیم اگر دانش آموز توی مدرسه درس بخونه که این مدرسه سختگیره به هر دلیلی، ما یه کاری میکنیم تو اون مدرسه هم اول باش. به به، این لایه دوم. لایه سوم، سوالات تستی گذاشتیم. چقدر خوب آقای کرمانیام، سوالات تستی که گذاشتیم، آزمون هایی که روز جمعه گاه هم میرن میدن و پوشش میده، نیم نگاهی به تیسوشان دارد ذهن بچه رو باز میکنه. یه چیز دیگه بهتون بگم، پدر مادر رو داشته باشید، دانش آموز داشته باشید، یه کاری کردیم تو سوالای تستی، وقتی وارد دبیرستان میشن تست دبیرستان میزنن، عملا میخندن به تست دبیرستان، میگن گلابیه. بعد بهشون میگیم چرا گلابیه، میگه من با این تیپ سوالا کاملا آشنایی دارم، شعبانی شاکری دلروده اینا رو در آورده بودن. مثل یه کسی که آماده مسابقه شده دیگه میاد تو زمین، براش سخت نیست دیگه، قشنگ بدنسازیشو کرده دیگه، قشنگ میدوه دنبال توپ. خیلی صحبت کردم، ببخشید. نه خیلی استفاده کردیم، خیلی هم شیرین بود صحبتتون. همه حرفام منباب این بود که آنچه من و آقای شاکری در توان داشتیم و این مجموعه گذاشتیم، خیالتون راحت راحت فقط برای بچه‌هاتون تهیه کنید. اگه خود دانش آموزی داری می‌بینی فقط تهیه‌اش کن، اگه عاشق نشدی شبانی اینجا نشستی من جواب. بسیار عالی، ممنون از شما، مثل همیشه پر از انرژی، خیلی مستحکم، خیلی محکم، واقعا زیست کنکور رو که جناب شبانی و شاکری اصلا دگرگون کردن دیگه. تطابق‌های امسال رو دیدی، درصدهایی که بچه‌ها سال گذشته زده بودن، چقدر درصد بالای 90% تو زیست کنکور داشتیم. مقطع متوسطه اول، حالا من این جمله رو گفتم که به اینجا وصلش کنم، چون از زبان خود جناب شبانی شنیدم به کرات، میگفتن که محمد، حالا ما خیلی صمیمی با هم صحبت می‌کنیم، میگفتن محمد اگر کنکور این همه سر و صدا کرده، این همه عالی شده، مقطع متوسطه اول از کنکور هم به نظر بله. ما بهتر شده بله. و خب این ایمان رو تو صحبت‌های ایشون هم ما دیدیم. ممنون از شما جناب شبانی، خیلی زنده. عالی بود، خیلی زحمت کشیده شد برای این محصول. فقط آقای کرمانی، بنظر چند ثانیه یه تشکر ویژه کنم از آقای منتظری عزیز، بنیانگذار این بله. مجموعه، از خود شما که همواره حامی صمیمی مایید، از بچه‌های گروه تدوین آقای جزایری، آقای سراقی خانم محترم، از بچه‌های گروه تریدی. ما اولین جزء اولین مؤسساتی هستیم که سیستم های پیشرفته انیمیشن سازی مثل AR VR و سیستم های 3D رو وارد آموزش کردیم، اونم در مقیاس جهانی. از آقای لعلی، از آقای اسکندری تشکر می‌کنم. اگر اسم یادم رفت خیلی دیگه یه کار تیمی بزرگ شد، الان بخوایم 50 60 اسم رو بعد نام ببریم. از همه تشکر می‌کنن جناب آقای شبانی، ممنون از شما، بنده به نیابت از همه بنوش. از شما تشکر می‌کنم. بریم یه قسمت رو ببینیم، یه تدریس بی‌نظیر رو قرار از جناب آقای کامیار ببینید تو درس فیزیک تو علوم، و بعد خود جناب آقای کامیار هم به جمعمون اضافه میخوام براتون انجام بدم، حالشو ببرید. بچه کتاب درسی یه کاغذه و کاغذ هیچ وقت جان نداره، چون نمیتونه به شما حرکتی رو نشون بده. کار ما جان بخشیدن به مفاهیم کتاب درسیه. جان بخشیدن با حرکت انجام میشه، حرکت رو با انیمیشن انجام میدیم. امیر این یه آونگه، تو کشیدی اینو نگه داشتی اینجا، این الان به جرم ام اینجاست، و اینم یک قطعه چوبه. خب امیر اگر اونو ولش کنی چی میشه؟ این میزنه اینو میره جلو. پس این خورد به قطعه چوب و قطعه چوب حرکت کرد. بله. یه بار دیگه خورد به قطعه چوب و قطعه چوب حرکت کرد. امیر جان وقتی تو اینجا بودی چه انرژی داشتی بابا جان؟ انرژی پتانسیل گرانشی. چرا انرژی جنبشی نداشتی؟ چون ساکنم. ای ول، چون سرعت نداری. یعنی وایستادم. پس انرژی تو از چه نوعیه؟ اینجا پتانسیل. پتانسیل گرانشی. من اینجا به زبان شیرین فارسی می نویسم پتانسیل گرانشی که بچه‌ها یادشون باشه. خب این نوع این صورت. آفرین، خورد به این. وقتی خورد چی شد؟ جنبشی. آفرین. میشه نوعش جنبشی. انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی چی تبدیل شد؟ جنبشی. جنبشی. بسیار خوب. آقا من از یه ارتفاع اینو ولش کردم. خب میخوام بیشتر فکر کنم. امیر جان جرم این گلوله، ارتفاع این گلوله رو انرژی که توش ذخیره شده بود چه تأثیری دارن؟ آیا اصلا تأثیر دارن؟ خب. یا چند تا آزمایش دیگه انجام بدیم؟ میخوایم توی اینجا انرژی پتانسیل گرانشی ببینیم به چه عواملی بستگی داره. آقا جان اینجا رو خوب نگاه کن، این گلوله یه کمی منحرف شده، ولی این گلوله خیلی منحرف شده. خوب. یعنی این یه ذره رفته. امیر یه گلوله رو هول میدی بالا نمیره؟ آره. خب خیلی که هول بدی چی؟ خیلی بالا میره بالاتر، چون داره روی دایره حرکت میکنه دیگه، هرچی هولش میدی میره بالاتر. اینو زیاد هول ندادیم، یعنی ارتفاع چندانی نداره. یعنی میگین این اینقدر رفته بالا؟ آره. این اینقدر رفته بالا. خب حالا اینو ولش میکنیم، میخوره به این چوب، میره جلو. میره جلو.
امیر پتانسیل یه... شد جنبش. آفرین. حالا امیر یه سوالی، اگه الان اینو رها کنیم از ارتفاع بالاتر، فکر میکنی به این بخوره چی میشه؟ بزنیم ببینیم چی بزنیم میشه. بزنیم چی میشه؟ بیشتر رفت. ای یه سوالی، این چیش از اون بیشتر بود؟ این ارتفاعش از اون بیشتر بود. جرمش چی؟ این گلوله همین بود ولی ارتفاعش بیشتر بود. پس توی انرژی پتانسیل گرانشی یه چیزی اثر داره، اونم چیه؟ ارتفاع. ایول چرا؟ هرچی بریم بالاتر انرژی پتانسیل بزرگتر. از کجا فهمیدیم اینو؟ از کجا فهمیدیم انرژی بیشتر؟ این جعبه رو زد یکم رفت. آفره. وقتی از بالاتر زدیم خیلی بیشتر رفت، کار بیشتری روش انجام آره. داد. ایول پس به نظر میاد ارتفاع یه عامل خیلی مهمه. درسته. خب امیر جان الان ارتفاع اینو فکر کن با ارتفاع این یکیه، یعنی الان این به اندازه همینه. خب چیه این با اون فرق داره؟ گلوله گنده تره. اینو بزنیم ببینیم چی میشه. با این مقایسه رفت. کنیم اینقدر رفته بود، ولی تو این حالت که گلوله بزرگ شد این همه رفت. ارتفاع یکی بود، چه چیزی عوض شد؟ جرم گلوله. پس جرم گلوله هم مهمه. پس دو عامل مهم، همون وزنش. آره چون جرم عامل وزنه دیگه. ام جی یادتونه اگه جرم ما زیاد چه وزنمونم زیاد، چون جک همون ده دیگه ثابته. پس امیر وزن جسم و ارتفاع جسم میتونن رو انرژی پتانسیل گرانشی اون اثر بذارن. درست. حرف آخر. به به جناب آقای کامیارم به جمعمون اضافه شدن. دبیر درجه یک فیزیک کشور تو مقطع کنکور که خیلیاتون با ایشون آشنا هستید، کلی دانش آموزا با ایشون 100% دادن تو فیزیک، وصفشون فکر میکنم دیگه برای همه پیچیده، تو رسانه ملی هر روز هستن با کوله باری از تجربه تو کنکور، اومدن تو مقطع متوسطه اول تا به شما عزیزان کمک کنن، دغدغه های پدر مادرای عزیز رو برطرف کنن، تا انشالله خیالتون از بابت فیزیک تو درس علوم هم راحت باشه. یه نمونه تدریس بی‌نظیر هم که از جناب آقای کامیار دیدیم. آقای کامیار خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم. بزرگوارید، خیلی ممنونم. به نام خدا، عرض سلام به شما مهندس کرمانی های دوست داشتنی، درود بر شما، همکار عزیز و قدیمی ما و همچنین همه پدر مادرها و دخترها و پسرهای گلشون که برای سرنوشتشون اهمیت قائلن، میخوان برنامه ریزی کنن، آینده رو بیارن به زمان حال و همین الان دستکاریش کنن، وای نستن تا رخ بده، به شکلی که دوست دارن طراحیش کنن. بسیار عالی. خب میدونی مقطع متوسط اول خیلی های اهمیته، شاید خیلی ها جدی بهش نگاه نمی کنن. از دو حس خیلی مهمه، هم بچه ها از دبستان میان تو مقطع متوسط اول، حالا هوای درس ها عوض میشه، درس ها میاد بالاتر، حرفه‌ای تر میشه، خیلی اصلا درس زده میشن، خیلی احساس میکنن آقا درس خون نیستن، خیلی ها سرخورده میشن. هم از جهت دیگری وصل میشه به مقطع متوسط دومی که انتهاش کنکوره و به اعتقاد خیلی از کارشناسا از جمله خود حضرت عالی که صاحب نظر هستی تو این زمینه، خیلی از معضلاتی که ما تو مقطع متوسطه دوم داریم ریشش برمیگرده به همینجا. بله. که شخصیت و اون خط فکری درست شکل نگرفته. خیلی زحمت کشیدید، انیمیشن، شهودی سازی، تصویر سازی، تدریس خاص، یه روانشناسی خاص، یه تدریس سلایه، توضیح بدید لطفا برای دوستان عزیزمون. مهندس کرمانی، جانبخشی به کتاب یکی از مهمترین چیزهایی بود که ما با کمک انیمیشن ها انجام دادیم. یعنی اومدیم کتاب درسی که خودش نمیتونه خودش رو توضیح بده، همه شکلها، همه مفاهیم، همه روابط، تبدیلشون کردیم به یک زنجیره پیوسته از حرکتها، رنگها، و از اون گسستگی خارجش کردیم و زیباش کردیم به طوری که درس لذت بخش بشه بچه ها. به این معنی که شما به جای اینکه ساعتتون نگاه کنین که کی تموم میشه، همش دارید فکر میکنید خب الان بعدش چی میشه، ببینیم چی میشه. جان بخشی کنار آزمایش ها که به صورت فیلم و مستند پخش میشن، یک مجموعه تکمیل درست کرده که سمعی و بصری شما رو کاملا درگیر میکنه با بازی. ما از کرمانی ها یا آزمایشی رو که من انیمیشن سازی کنم یا بیام خود فیلمش رو نشون بدم، باز خیلی فرق داره. کاملا. یه موقع میبینید من یه مسیر از حرکت آب رو با کامپیوتر میسازم، یه موقع نه، یه آزمایشی که انجام شده رو نشونتون میدم، چون دیگه میبینید هیچ کلکی توش نیست، یعنی واقعا این رخ میده و چراش برای شما میشه همون چالشی که ما دنبالشیم. کتاب خط به خط با این روش، یعنی شهودی شده، روشی که مبتنی بر انیمیشن و الگوهاست، اما جلو رفته. اما یه موضوع خیلی مهمی زیر این هست که شاید شما اصلا حواستون بهش نیست، زمانی که بهینه شده. یعنی فکر کنید 4 ساعت 5 ساعت تدریس واقعا تو یک ساعت جمع شده و دانش آموز با یه پلک زدن میبینه فصل رو تموم کرده
و میتونه همه سوالا رو حل کنه. یعنی انگار کتاب درسی براش شده یه چیز خیلی آسون و پیش پا افتاده. اما لایه اول کتاب درسیه. جلسه دوم هر فصل توی شیمی، توی زمینشناسی، توی فیزیک، تو همه عبارت از یک عالمه سوال امتحانیه. خیلی خوبه این قضیه. یعنی کتاب درسی که خط به خط بچه‌ها میخونن، حالا با توجه به شرایط حال حاضر کشورمون که متاسفانه کرونا هم هست، اگر مدرسه‌ها تعطیل بشه جای نگرانی نیست. خط به خط کتاب درسی گفتیم، تازه با تفسیر، با انیمیشن سازی، شهودی سازی، یه تدریس دو نفره جناب آقای رنجبرم که هستن و داریم مشاهدهشون میکنیم، یه تدریس بی‌نظیر میبینیم کتاب درسی. خیالمون راحت شد، میریم سراغ اون وقت تازه سوالات امتحانی. تا فصل مهندس گرمانی ها چیزی به نام سوال امتحانی نداره علوم. اصلا سوال تا فصل نداریم. سوال تا فصل که نداریم، عملا با اتمام سوالای درون فصل دانش آموز دیگه چیزی نداره. بعد حالا اگه بخواد نمونه سوال پیدا کنه، بعد اون نمونه سوال کی براش حل میکنه؟ آیا با همون روشی که توضیح دادن حل میکنن؟ یه چیز دیگه. آره، میشه چنگویشه، گرفتار میشه آدم. برای اینکه این گرفتاری رو برطرف کنیم، خودم اومدیم لایه دوم رو تو جلسه دوم کلا سوال امتحانی چیدیم. درست غلط و فرض بفرمایید که جا خالی، مسئله، همه جور چالش ایجاد شده. حتی شکلای کتاب آوردیم، خب این مثلا قسمت آ چیه، قسمت ب چیه، کاربردش چیه، دوباره مرور میشه. اینجوری دیگه میشه گفتی امتحانم مثلا دغدغه ای نمونه، یه مرور کامل و جامع میشه و با همون گویشی که تدریس شده. لایه سوم بچه‌هایی رو در نظر گرفته که دوست دارن خیلی بالاتر برن سراغ آزمونه آزمایشی که تستیه. آره دیگه، چهار گزینه‌ایه و از اون مهمتر این چهار گزینه‌ای‌ها نگاهی به تیسوشان هم داره. یعنی اینکه می‌بینید واقعا یه دانش آموزی که اونا رو حل می‌کنه، درصد بزرگی از اون چیزهایی که تو تیسوشا می‌پرسن هم اینجا عملاً می‌بینه. خیلی عالیه دیگه، کامل پوشش داده میشه دیگه. فقط مهندس گرمانی ها یه واقعیتو بگم، کسایی که الان دوره اول دبیرستان شوخی میگیرن، دوره دوم وقتی میان پیش ما از دهم به بعد گرفتار میشن. یعنی طرف اصلا هیچی از حرکت نمیدونه، تو نهم درست گوش نداده، خونده یه دهی بگیره، شوخی گرفته، الان هیچی نمیدونه. تا دوازدهم تو این کتابا سختی میکشه، بعد آیندهش هم خراب میشه. اونایی که خیلی کنکورای خوبی میدن، همشون از دوره اول دبیرستان شروع کردن. اینا رو بگم بهتون، یعنی اون پایه ریزی انجام شده. البته جناب کامیار، من گفتم تو صحبتام هم تو قسمت قبل فکر میکنم بچه ها متاسفانه درس گریز میشن، تقصیری هم خیلی از بچه ها ندارن. پدر مادر هم دوست دارن دانش آموز حداقل یه شخصیت درسی متوسط رو به بالایی داشته باشه، ولی خب دانش آموز پس زده میشه چون روش درستی رو نمیبینه. این سبک آموزش شما رو علاقمند میکنه. وقتی دانش آموز، من همیشه میگم، لذت میبره وقتی میفهمه، وقتی زحمتش کمتر میشه، قدرشناس دانش آموز، و این باعث میشه که خیلی از معضلات تو مقطع متوسط دوم قول شما کمتر شه. و البته یه پوان مثبت دیگه ای که هست اینکه داوطلب ما یه شخصیت مستحکمی پیدا کنه. یعنی داوطلبی که درس رو میفهمه، استقلال شخصیتی، اعتماد به نفس درسی بیشتری داره، فارغ از نظر میشه. بله، فارغ از اینکه هر رشته ای بخواد تو آینده انتخاب کنه، آینده خوبی رو میتونه برای خودش رقم بزنه. و دانش آموزی که چشمش آشنا میشه به این سبکی، با این تدریس، به این سبک و سیاق، حالا مقایسه کنید مثلا با یه تخته معمولی، یا آموزش کاملا سنتی. بله. یه معلمی که کاملا سنتی میاد، همه معلم‌ها قابل احترام، اصلا قصه هیچ بحث خاص و توهین خاصی ندارم، ولی باید مقایسه کرد. امروز تو دنیا ما رفتیم سمت آموزش‌هایی که بر پایه نمایش هست، بر پایه شهودی سازی هست، و دقیقاً این آموزش، دقیقاً ما سال گذشته، خب یک سال این محصول داره به فروش میرسه، یه نظرسنجی که انجام دادیم، من خودم نظراتو میخوندم، یه نظر خیلی جالب بود. پدر یکی از دانش آموزها، اشتباه نکنم سال 80 بود، برای ما نوشته بودن در یک کلام، آموزشی در سطح جهانی. یعنی دقیقاً آموزشی در سطح جهانی رو امروز دارید میبینید. تو دنیا اینطوری داره تدریس میشه. و اون وقت فرزند دلبند شما، فارغ از اینکه حالا چه رشته قبول شه، چه جوری بشه، اصلا چی کار کنه تو کنکورش، شخصیت بزرگ و یه مهارت زندگی بزرگ رو یاد میگیره. روزهایی که خیلی از معلم‌ها، بچه‌ها سر کلاس‌ها داشتن مطالب رو با همین روش رایج کار می‌کردن و توضیح می‌دادن، ما تنهایی می‌کشیدیم، محتوا می ساختیم و این کارهایی که الان میبینین رو درست میکردیم و ضبطشون میکردیم. روزی که این بیماری همگیر جهانی نبود، ما
خیلی به این فکر کرده بودیم که اگه این اتفاقات تو دنیا بیفته چیکار کنیم، یه نفر بتونیم از صفر، نه آنلاین، آفلاین، از صفر به صد برسونیم. چیکار کنیم یه نفر بتونه هر ساعتی از شبانه روز کیفیتی رو ببینه بالاتر از 1000 تا کلاس فیزیکی؟ چیکار کنیم یه نفر با یه هزینه معقول آموزشی صدها برابر انتظارش دریافت کنه؟ درود بر شما. این چیکار کنیم ها شد حرف آخر، چیزی که شما میبینینش. این محصول شوخی نگیرین، عشقی که پشتشه، تخصصی که خرج شده و زمانی که براش صرف شده بیرون از دایره تصور خیلی از آدمهایی که تو تفکر رایج گیر افتادن. روی صحبت هم بیشتر با پدر و مادرهایی که میخوان تصمیم درستی برای جگرگوششون بگیرن. بسیار عالی، ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدین، از نزدیک در جریان بودم. واقعا کار سنگینیه دیگه، بخواید سنگ تموم بذاری بر آموزش. و من میگم چون از دلتون در اومده کلی عشق بشه، حتما به دل بچه های عزیزمون هم میشین و این عشق و این انرژی منتقل میشه. مثل کنکور تو مقطع متوسطه اولم خیالتون از بابت فیزیک راحت باشه. از جناب آقای کامیار باید خدافظی کنیم، میریم یه قسمت دیگه، یه تدریس بی‌نظیر رو از جناب آقای دکتر شیروانی تو شیمی میبینیم. بعد خود جناب آقای دکتر شیروانی به جمعمون اضافه میشن. ترازو، داستان ترازو چیه؟ تو کتاب اومده گفته که وزن یک جسم رو با در واقع نیوتنشون میدن و با ترازو این کار رو انجام میدیم، یا نیرو سنج. خب ما میخواییم بریم داستان ترازو رو قشنگ بفهمیم که این داستان ترازو چیه. بچه ها نگاه کنید، من الان یه وزنه ای دارم، یه جایی به یه فنری وصل شده، این فنر خودش به یه قسمتی وصل شده، اینو در نظر بگیرید. و من میتونم این وزنه رو بکشم بیارمش چی؟ پایین. حالا بچه اگه من خورشید بیارم زیر این بذارم چه اتفاقی افتاد؟ خورشید جاذبش خیلی زیاده، بحث کردیم، و حسابی این وزنه رو میکشه پایین و فرض کنید اینقدر این فنر چی میشه؟ کش میاد. قبوله. اگه خورشید رو ببرم زمین رو بیارم، نیا کنید این جا رو گذاشتم که این جایی بودش که وزنه اومد اونقدر پایین بر اساس جاذبه چی؟ خورشید. حالا من زمین رو میارم این دفعه، نگاه کن این دفعه چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر اومد پایین، چون جاذبه زمین نسبت به خورشید چیه؟ کمتره. و فرض میکنیم که به خاطر این جاذبه فنر اینقدر کشیدگی پیدا میکنه. این هم جاشو نگه میداریم. پس این مال خورشید بود، این مال زمین بود. حالا ماهو بیاریم بچه ها. ماه کوچولوه، چون کوچولوه جاذبهش کمه و این وزنه رو کم میاره پایین. به همین دلیل شما داری چی میبینی؟ داری دقیقا اینجا میبینی میزان کشش این فنر بستگی داره به جاذبه اون سیارهه. پس من این سیستم فنر و وزنه رو اگه روی خورشید ببرم کشیدگیش زیاده، رو زمین ببرم کشیدگیش انقدره، و رو ما از همه چیه؟ کمتره. بیاین اینو یه جور دیگه ببینیم. سه تا از این سیستما دارم بچه‌ها. الان یه خورشید از اینجا میاد رد میشه میره، نگاه کنید می چه قشنگ. از هر کدوم از اینا که رد شد رفت، اینو کشید، وقتی رد شد خب دیگه تحت کشش خورشید نیست، برمیگرده سر جاش. اینم همینطور، ولی اینجا اومد خورشید وایستاد و این فنر به اون میزانی که گفتیم کشیدگی پیدا میکنه. حالا زمین میاد و بعد ماه. قشنگ دارید میزان کشیدگی رو نگاه میکنید. پس بچه ها این میزان کشیدگی به چی ربط داره؟ به جرم اون جسم، اون سیاره که ما روش قرار گرفتیم. میدونم روی خورشید نمیتونیم قرار بگیریم، ولی خورشید جاذبه که داره، و اگر بتونیم همچین آزمایش روش انجام بدیم کشیدگی فنر فوق العاده روی سطح خورشید چیه؟ زیاده. حالا سوال از من میپرسه، میگه من وزنهای یک کیلویی به فنرها آویزان کردیم، کدام سیستم در ماه، کدام در زمین؟ ماه جاذبهش بیشتره یا زمین؟ خب زمین. پس اگر زمینه، تو زمین هستیم، جاذبه بیشتره، کشیدگی باید بیشتر باشه. پس این در زمینه، این در چیه؟ در ماه قرار گرفته. میزان باز شدن فنر داره جاذبه رو نشون میده، چون جرمام هر جفتش چقدر بوده؟ یک کیلویی بوده. اینو حواسمون باشه. میگه کدام یک جرم بیشتری دارد، کدام یک وزن بیشتری دارد. بچه ها ما اینجا یه نیروسنج داریم، نیروسنج دقیقا سیستمش همینه، یه فنر داره که وزنها رو به اون فنر
آویزون میکنید، میزان کشیدگی فنر داره میزان در واقع وزن رو به ما چیکار میکنه؟ نشون میده. پس اینجا این چون گنده تره، این وزنه که به این فنر آویزون شده، در نتیجه جرمش بیشتره، وزنش هم بیشتره. پس این چون گنده تره، هم جرمش هم وزنش هر دو بیشتره، چون کشیدگی بیشتری هم ایجاد کرده. اینم از این سوال. میگه داخل نیروسنج یک فنر قرار دارد که میتواند کشیده شود. مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازه نیروی بستگی داره که به نیروسنج وارد میشود که به وزن ربط داره، وزن هم به جاذبه ربط داره. درست شد؟ پس اینو ما دقیقاً کار نیروسنج رو بر اساس فنرهایی که بهت نشون دادیم اینجا بهت یاد دادیم که نیروسنج چجوری داره کار میکنه. بچه برعکس بیایم نگاه کنیم. ما گفتیم نیروسنج بالاست، یه وزنه بهش آویزون شده. حالا این دفعه فنر رو من گذاشتم روی این سیاره ها. یه فنر گذاشتم روی ماه، یه فنر گذاشتم روی زمین، یه فنر گذاشتم روی چی؟ خورشید. این دفعه وزنه رو میندازم روی اینا. اونجا وزنه کش میومد، اینجا وزنه پرس میشه. اونجا طول وزنه زیاد میشد، اینجا طول اونجا طول فنر زیاد میشد در اصل کشیدگی. حالا اگر رو سطح خورشید این کار انجام میدادیم کشیدگی بیشتر داشت، طولش بیشتر افزایش پیدا میکرد. اینجا برعکس عمل میشه. نگاه کن، فقط نگاه کن روی خورشید، چون جاذبه زیاده حسابی این وزنه رو میکشه رو خودش، به سمت خودش. پس اساسی این فنره چیکار میکنه؟ پرس میکنه. نیروسنج یه فنری داره طولش زیاد میشه. اینی که من اینجا بهت گفتم چون برعکسه، طول فنره چی میشه؟ کم میشه. ما نمیدونیم چی از ما سوال میپرسن، ما باید بفهمیم داستان چیه. پس اگر اومد برعکس عمل کرد، باید بدونیم که طول فنر چی میشه؟ کم میشه. حالا توقع داری میزان کاهش این طول فنر وقتی وزنه 10 کیلو رو زمین میندازیم روی این سیستم، میخوای این بیشتر از اون کم شه یا کمتر؟ آفرین، 100% کمتر از اینه، چون جاذبه زمین کمتر از خورشیده. نگاه کن، و ماه از همشون چیه؟ کمتره. درست شد؟ پس ببین خیلی قشنگ ما اومدیم دو جور فنر رو وسط بررسی کردیم، یکی حالت نیروسنج که طول فنر زیاد میشه، یکی برعکس که طول فنر کم میشه. هر دو رو داری میبینی. خب اما میایم سراغ ترازوی دو کفه ای. بچه ها من میام رو هر کدوم از اینا یه وزنه سبک، یه وزنه چی؟ سنگین قرار میدم. این ترازو داستانش اینه، زمین این وزنه رو داره میکشه، اینم داره میکشه، قبوله؟ خب معلومه اینو با قدرت بیشتری نسبت به این داره میکشه، ولی اینجا ربطی نداره که این ترازوی دو کفه‌ای روی زمینه، روی خورشیده یا روی ماهه. ترازوی دو کفه‌ای داره جرم این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. چون داره جرم ها رو مقایسه میکنه، پس چه در خورشید، چه در ماه، چه در زمین، شما این صحنه رو میبینید. نیروسنج دیگه نیست، این مقایسه جرمه. پس تفاوته ترازوی دو کفه ای با نیروسنج چیه؟ نیروسنج وزن رو داره گزارش میده، درست شد؟ اما ترازوی دو کفه ای جرم رو داره مقایسه میکنه و فرقی نمیکنه در چه سیاره ای باشه. این انیمیشن ها دقیقاً دارن این مطلب علمی بسیار قوی رو به راحتی به شما نشون میدن که شما دقیق فرق ترازوی دو کفه ای و نیروسنج رو متوجه بشی. پس تکرار میکنم، نیروسنج وزن، ترازوی دو کفه ای جرم رو داره مقایسه میکنه. موفق باشی. به به، جناب آقای دکتر شیبانی هم به جمعمون اضافه شدن، دبیر درجه یک شیمی کشور که وصفش رو قطعا تو کنکور شنیدید دیگه، مسائل شیمی جناب آقای دکتر شیبانی. اون همه مسائل شیمی جناب آقای دکتر شیبانی با 3 تا الگو تو 20 ساعت همش رو تدریس میکنن و بی‌نظیر هستن تو کنکور. حالا با همه این اوصاف جناب آقای دکتر شیبانی اومدن تو درس شیمی تو مقطع متوسطه اول تو درس علوم در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر شیبانی خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم محمد جان. سلام بر شما. ممنونم. سلام عرض می‌کنم به دانش آموز و پدر مادر گرامی که دارن این برنامه رو نگاه می‌کنن. من بسیار خوشحالم، بسیار افتخار می‌کنم که توی دوره کاریم این شانس به من رو کرد که بتونم برای بچه‌های هفتم، هشتم، نهم اون چیزی رو که به تجربه کسب کردیم توی سال‌ها تدریس به نحو بسیار مؤثر ارائه کنم. خیلی هم مهمه دیگه جناب دکتر. معمولا این مقطع یه جورایی این وسط میافتاد بین دبستان و مقطع متوسطه دوم. دانش آموزها هم فازشون نسبت به دبستان تغییر میکرد، توی سردرگمی به وجود میومد براشون و توی میشه گفت برزخی بودن، بعد وارد مقطع متوسطه دوم میشدن، یه قولی به نام کنکور میومد که حالا قرار بود برن به جنگش. الان این اتفاقی که افتاده جناب دکتر شیروانی با این همه تجربه تو کنکور میان از مقطع متوسطه اول با شما همراه میشن، من فکر میکنم میوه این اتفاق و بچه ها تو مقطع متوسطه دوم و نزدیک کنکور خواهند چید. ببینید من یه مختصری توضیح بدم در مورد علوم. کتاب علوم قسمت شیمیش چون پدر مادرام دارن برنامه رو نگاه میکنن، من بیشتر روی صحبتم با اوناست، چون در واقع پدر مادر انگار کمک دست بچه ها هستن. واقعیت اینه که اگر کتاب علوم و ورق بزنن پدر مادر یا دانش آموز میبینن که همه چیز گفته شده اما عمق بهش داده نشده، ولی از دانش آموز خواسته خواهد شد سر اصطلاح یک اقیانوسی به عمق یک متر. از طرف دیگه درس خوندن زمانی لذت بخش میشه که واقعا همراه با فهمیدن باشه. یعنی اگر من نفهمم موضوعی رو، اون موضوع فارغ از اینکه سخت یا آسون هست دیگه لذت بخش نخواهد بود، و اگر لذت هم نبرم دیگه ادامه دادن سخت‌تر میشه. همین مدلی که بچهای ما تو مقطع متوسطه اول دارن. درود بر شما، دقیقاً جای درستی دست گذاشتید. بچه‌ها درس گریز میشن بعضن وقتی از ابتدایی وارد مقطع متوسطه اول میشن، اون سردرگمی باعث میشه بچه‌ها چون لذت نمیبرن کم کم علاقه‌شون رو نسبت به درس از دست بدن. دقیقاً. حالا راهکار چیه که دانش آموز بتونه بفهمه؟ راهکار اینه که من بتونم اون چه که در شیمی اتفاق میفته، اون چه که من تجسم دارم بعد از ببینید سالها خودم درس خوندن و سالها تدریس، من یه تجسمی از شیمی دارم. زمانی که مثلا در مورد غلظت طرف داره صحبت میکنه یا در مورد انبساط داره صحبت میکنه، من میدونم چه اتفاقی داره میفته. من چطور باید اینو به دانش آموز خودم انتقال بدم یا به پدر مادر عزیز انتقال بدم که اون بتونه کمک دست دانش آموز باشه؟ به همین دلیل من اومدم واقعا برای دوره هفتم، هشتم، نهم، شما شاهد هستید که من یه وقفه‌ای داشتم برای اینکه این کار رو شروع کنم، برای اینکه باید یه سری آموزش‌ها خودم می‌دیدم. من به خاطر اینکه بتونم هفتم، هشتم، نهم رو پوشش بدم نشستم برنامه نویسی یاد گرفتم و چیزی رو آماده کردم برای شیمی این سه مقطع که دانش آموز با یک کوله بار بسیار غنی عازم سفر به شیمی دهم خواهد شد. تمام چیزهایی که در علوم هفتم، هشتم، نهم شما میخونید همش در شیمی دهم، یازدهم، دوازدهم هم به کار میره، هم اونجا دوباره مجدد بهش رجوع میشه. من اینجا پایریزی انجام دادم که دانش آموز من تبدیل بشه به کسی که بتونه به راحتی در مورد اون درس حرف بزنه، کنفرانس بده، نظرش رو ارائه بده. یعنی اگر در سر کلاس درس معلم بپرسه کی میتونه مثلا در مورد انبساط، کی میتونه در مورد مسائل بیاد ما رو راهنمایی کنه، دانش آموز من که با من کار کرده میتونه دقیقاً از صفر قضیه دست یکی رو بگیره، ببرش برسونه به نقطه ای که بگه خب حالا تو دیگه هر مسئله‌ای رو میتونی حل کنی یا هر سوالی رو میتونی جواب بدی. به خاطر همین من تمام تجربیاتم توی انیمیشن سازی، توی نقشه ایجاد کردن برای رسیدن به یه نقطه خاصی مخصوصا در مسائل، چون مثلا در علوم هفتم فصل دو که مملو از مسائله، من نقشه های رو اونجا ایجاد کردم که دیگه خیالتون راحت کنم فارغ از اینکه اصلا تو کدوم آزمونی دارید شرکت میکنید، با هر درجه سختی شما به راحتی از پس اون مسائل برمیایید. مفاهیمم اونقدر انیمیشن از زوایای مختلف بابت یک مفهوم دیده میشه، مثلا چگالی، چگالی یک مفهوم بسیار سنگین هست ولی انیمیشن های درست شده که اون انیمیشن مثل کتابیه که در ذهن شما انگار حک شده، با شما همیشه همراهه، هر جایی هر لحظه ای فقط اون انیمیشن ها باعث میشه که شما به راحتی پاسخگو باشید. پس من خودم
از کاری که ارائه کردم واقعا بعد از سالها لذت می‌بردم از ضبطی که دارم انجام میدم، چون میدونستم که خیلی تأثیر خواهد گذاشت، خیلی از مشکلات بچه‌ها رو حل می‌کنه، اون استرسایی که دارن، ترسی که دارن از بین خواهد رفت. دقیقاً این حس رضایت شما رو بنده بارها از نزدیک مشاهده کردم در خلال محصولی که ضبط می‌کردید. یه روزی واقعاً 13 14 ساعت مشغول بودید دیگه، این محتویاتی که بخوایم بسازیم دوستان دارن خودشون مشاهده می‌کنن دیگه. خب این سبک محتوا ساختن واقعا بی‌نظیره تو کشور عزیزمون ایران و یک آموزش جهانی به معنای واقعی کلمه. یعنی دانش آموز هم ذهنش درگیر میشه، هم چشمش درگیر میشه، هم گوشش درگیر میشه، مطالب رو میبینه، انیمیشن ها، این شهودی سازی ها. چند تا نرم افزار جدیدم جناب دکتر شیروانی سال گذشته گفتن من برای اینکه ورود کنم به مقطع متوسطه اول، تازه من تو پرانتز بگم جناب دکتر شیروانی همه تو کنکور با انیمیشن هاشون میسازن و یه دبیری که پیشرو کاملا از تکنولوژی استفاده میکنه، با این همه عقبه قوی که تو این زمینه داشتن، ایشون فرمودن من باید برم چند تا انیمیشن جدید، چند تا نرم افزار جدیدم یاد بگیرم که مخاطب من تو اون سن کاملا بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. محصولش این محصولات عالی شده. خب یه نمونه از تدریس شیمی هم که اول برنامه مشاهده کردید، تو شیمی خیالتون راحت باشه جناب دکتر شیروانی همینطوری محکم و مستحکم و استوار در کنارتون وایستادن که انشالله مقطع متوسطه اول یه جهش بزرگی رو داشته باشید برای مقطع متوسطه دوم و دیگه خیال بچه‌ها اون موقع راحت باشه دیگه. یه جاهایی ما همیشه میایم صحبت می‌کنیم آقا کنکور باید برداشته شه، کنکور اینطوریه، این مزراتو داره، هیچ وقت نمیایم بگیم حالا که کنکور هست چیکار کنیم که کنکور ساده‌تر بشه. بله. بیایم تو مقطع متوسطه اول خب کمک کنیم بچه‌ها رو، بچه‌ها یاد بگیرن سه لایه محصولی که تو شیمی علوم براتون طراحی شده، لایه اول که کتاب درسی است، لایه دوم که تمرین های کتاب درسی، امتحانات تشریحی هست، لایه سوم که تست هست، فضای دانش آموز رو کم کم آماده میکنه برای رقابت کنکور تو سالهای آینده. من فکر میکنم این کاری که کردید هم بچه‌ها خیلی لذت میبرن، هم زحمت درس خوندن رو خیلی کم میکنه، یعنی زمان آموزش خیلی کوتاه شده. یعنی یه چیزی که شما قرار بوده تو حالت عرف مثلا تو 2-3 ساعت یاد بگیره، دکتر شیروانی با کمک این انیمیشن ها، این روانشناسی خاص آموزشی، این روانشناسی خاص آموزشی براتون تبدیل کرده مثلا به یه ربع 20 دقیقه نیم ساعت. نهایتاً هم لذت میبرید، هم زحمت درس خوندنتون به مراتب کمتر میشه. پدر مادران میشالله این میوه رو خیلی زود میشینن و این تفاوت رو احساس میکنن تو بچه های مقطع متوسطه اولشون. صحبت های پایانیتون رو بشنم جواب دکتر شیوانی، باید بریم سراغ مهمان بعدی. حتما. من پس واقعا میخوام که بچه ها هم بازخوردشون رو به ما بدن، همین که من مطمئنم که این پایگذاری که میشه دانش آموز من بسیار علمی بار میاد. خیلی هم نکته مهمی، بسیار علمی بار میاد. اون زبان خاص توضیح دادن در شیمی، در فیزیک و در زیست رو یاد میگیره، دیگه باهاش غریبه نیست. زمانی که ورود میکنه به در واقع متوسطه دوم با چیز عجیبی روبرو نمیشه. من اینکه شما گفتید به خاطر هفتم هشتم نهم من خیلی چیزا رفتم یاد گرفتم، به خاطر اینکه دانش آموز هفتم هشتم نهم داره در واقع پایریزی اصلیش انجام میشه. دقیقه. و این میوه در دهم یازدهم دوازدهم باید چیده بشه و تو زندگی آیندهش. دقیقه. چون یک انسانیه که تکنولوژی رو الان با چشم خودش دقیقه. میبینه و اون شخصیت علمی اون انسان خیلی کامل تر شکل میگیره، فارغ از این که هر رشته‌ای بخواد قبول شه، اصلا بخواد درس ادامه بده نده، یک انسان آگاه‌تره. مهارت‌های زندگی تو انسانی که این سبک آموزش رو می‌بینه کاملا متفاوته حالا با یه آموزشی که ما بخوایم تخته بذاریم مثلا همینطوری ساده بخوایم بنویسیم، کاملا سنتی. خیلی عالی، صحبت دیگه‌ای هست؟ خواهش می‌کنم. نه، پس ما با اجازهتون از شما خدافظی می‌کنیم، بریم سراغ مهمون بعدی. یه بخشی از ریاضی می‌بینید، بعد جناب آقای قاسمی به جمعمون اضافه می‌شن. می‌خوام اعداد طبیعی رو تو دل این ظرف بریزم، اما میام ناحیه بندی میکنم، به سه قسمت تقسیم میکنم، به سه قسمت افرازش میکنم. اولین قسمت فقط عدد یکو داره، دومین قسمت فقط عدد اولو در بر میگیره. عدد اول کدوم هستن؟ دو، سه، پنج، هفت، یازده، سیزده، هیفده، نوزده و الاخر. بیست و سه و الاخر دیگه جانش رو من بنویسم ننوشتم. حالا یه سوال، ببین نقطه چین داره ادامه پیدا میکنه. همینجا میخوام یه سوال بپرسم. آیا ما یک الگو و فرمول داریم؟ بچه‌ها خیلی اینو میپرسن که یک الگو داریم که بزنیم جلومون بگیم اولین عدد اول اینو بده یک،
اولی درست. یعنی شما میگید ما یه ماشین تعریف کنیم، ماشین اعداد اول ساز. نه نه نه, نه. در حالت کلی نداریم. و چیز خیلی مهمی که وجود داره، اعداد اول نامحدودن، انتها ندارن. اینم خیلی مهمه. خب چون مجموعه، چون مجموعه مادر و مجموعه کلی انتها نداره دیگه. اینا از تو دل اون دارن میان. ظرف ما چند قسمت؟ سه قسمت. دو قسمتش درست شد. آقا یه سری اعداد موندن. کدوم ها موندن؟ چهار، شیش، هشت، نو، ده، دوازده، چارده ببخشید و الاخر پونزده به الاخر. درسته. اینا اعداد مرکبند. پس اعداد طبیعی به سه دسته تقسیم شد. یعنی این ببین کل در اعداد ریختم داخل این ظرف، اما جداش کردم به سه قسمت. یه قسمت فقط چی داره؟ یک داره. من میام میگم آقا اینا عدد اولن، این عدد مرکبه، این عدد یکی که اینجا من نوشتم نه اوله نه مرکبه، یه خود مغروره. آفرین. اقتدارانه میگه من نه اولم نه مرکبم، فقط یه عددم و یه فضام اشغال میکنم. دقیقا. حله؟ دقیقا. پس یک نه اول است نه مرکب. داستان بعدی، شاید بعضی از بچه‌ها بگن آقا اعداد اول یعنی شما میگید آقای قاسمی به غیر از دو همه فردن؟ همه فرد. یعنی بله، تنها عدد اولی که میتونه زوج باشه عدد دو هست، چون میشه دو ضرب در یک. آف. اما هر عدد دیگه ای اگر کسی ادعا بکنه که من یه عدد اول زوج پیدا کردم، میگم داری دروغ میگی. واقعا دروغ میگه، چون حتما چون زوجه تو دلش دو رو داره، اصلا داره حرف زشت میزنه. خودش هم که هست، یک هم که هست، پس آقا اول نیست. پس دو تنها عدد اول چیه؟ زوجه. زوجه. خیلی مهمه تو سوالا ما از این خیلی استفاده. خیلی مهمه حامد. حالا اینا چرا مرکبن؟ اینا چرا اولن؟ ما گفتیم اعداد اول اعدادی هستن که فقط تجزیهشو میشه یک ضرب در خودشون. همه این اعداد این خاصیتو دارن. اما مثلا عدد 8 قلم داریم دیگه. عدد 8 انواع تجزیه داره. میشه 1 8. آفرین. میشه 2 4. 2 4. میشه 4 2 و تموم شد. یعنی 8 غیر از خودش و یک شمارنده های دیگری هم دارد، ولی عدد اول قرار بود شمارندهشون فقط خودشون و یک باشه. و نکته مهم سوال که به نظرم برجسته ترین قسمت این اسلاید بود این بود که یک نه اول نه مرکب و دو تنها عدد اول زوجه. جان سوال دارم از جان. آیا در بین اعداد اول دو تا عدد متوالی وجود دارد یا نه؟ آها دیگه این بقیه اینطور نیست. جالب. یعنی اعداد اول فقط دو سه متوالی هن. اگه گفتن دو عدد اول متوالی فقط دو سه هستش، دیگه عدد اول متوالی نداریم. حله؟ بره. یه سوال دیگه جان، اعداد اول رو در هم ضرب کنم؟ دو تا عدد اول انتخاب کن در هم ضرب کنیم. تو ذهنم انتخاب کن. تو ذهنم. خب 5 و 7 مثلا 35. ضربش میشه چند؟ 35. میشه مرکب. 13 تا مرکب. میشه مرکب ولی ضربش میشه یه عدد فرد. آها اینو اگر غیر از دو هر دو تا عدد اول دیگه در نظر بگیری چون فرد ضربش میشه چی؟ فرد. اما به معنی اینکه دو وارد شد ضرب و زوج میکنه. یعنی چی؟ آفرین. ضرب دو عدد اول مثلا عدد زوجه حتما یکیش دو. حتما یکیشون باید دو باشه. در غیر این صورت نمیتونه مگر که از این خودریزا استفاده بشه. حله. خوبه. به به جناب آقای قاسمی هم به جمعمون اضافه شدن. قرار در مورد درس شیرین ریاضی صحبت کنیم. نگید ریاضی سخته. یه اتفاقاتی رو براتون رقم زدن جناب آقای قاسمی، جناب آقای نصیری، جناب آقای منتظری تو دپارتمان ریاضی که اصلا ریاضی کلن ساده و شیرین شده. خیلی خوش اومدید جناب آقای قاسمی، در خدمتتون هستیم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک دوستان عزیزم، اولیای گرامی، دانش آموزان بسیار عزیزم و خدمت شما جناب مهندس کرمانی های عزیز. سلامت باشید. زحمت کش واقعا. انرژی هم اومدید. مخلصم. انرژی برام اومد بالا. مخلصم. آقا بریم سراغ ریاضی. بچه‌ها یا پدر مادرها خیلی دغدغه دارن در قبال ریاضی. تو مقطع متوسط اول به خصوص چون از دبستان میان فضا عوض میشه، یه ذره جدی‌تر میشه، خیلی اصلا زده میشن، خیلی ها درس گریز میشن، اما به جاش اونایی که با ریاضی خوب ارتباط برقرار میکنن اصلا اعتماد به نفس میگیرن. نمیدونم این ریاضیه چجوریه، هر کی ریاضیش خوبه اعتماد به نفس درسش هم میره بالاتر، حتی رو درسای دیگه هم تاثیر میذاره. دقیقاً دیگه اصلا احساس میکنه طرف که آقا یه شخصیت والای درسی داره دیگه. درس خیلی مهمه در خدمتتون هست. ببین آقای کرمانی عزیز، دوستان عزیزم، اولیای گرامی، دغدغه اصلی ما توی ریاضیات دهم، یازدهم، دوازدهم و نتیجهش کنکور
خط فکری آموزشی بود که باید ما پایه‌گذاری می‌کردیم. یعنی هر موقعی که ما توی دهم، یازدهم، دوازدهم توی کنکور یه بحثی رو می‌خوایم شروع کنیم، دغدغه شروعمون چیه؟ این خط فکر آموزشی درست شکل نگرفته. دقیقاً. خب آقا اگر بخوام این مشکل رو برطرف کنم با چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ خب همون کاری که ما توی هفتم، هشتم، نهم اجبارا باید انجام میدادیم و درست کردن خط فکری درست آموزشی بود رو باید انجام میدادیم که این کار رو کردیم و خوشبختانه اون چیزایی که من و جناب استاد منتظری عزیز مد نظرشون بود همشون رو کنار هم چیدیم، گذاشتیم و به اون نتیجه قشنگی رسیدیم. یعنی در واقع اون خلاهای آموزشی که تو مقطع متوسطه دوم به وجود می اومد رو اومدیم ریشه یابی کردیم. گفتیم آقا ریشهش تو مقطع متوسطه اوله. دقیقاً. یعنی شما تو سال هفتم، هشتم، نهم اون خط فکر درست ذهنی شکل نگرفته و اگر شکل بگیره زحمت ما به مراتب خیلی کمتره تو سالهای آینده. دقیقاً. علاوه بر اینکه زحمتمون تو خود مقطع متوسطه اول به مراتب کمتر میشه، خیلی بیشتر لذت میبریم، اعتماد به نفس درسیمون میاد بالاتر، خیالمون راحت تره، تازه میوه این اتفاق ما قراره تو مقطع متوسطه دوم بچینیم. دقیقاً. اصلا آقای کرمانی یه چیز جالبی که وجود داره، من میتونم راحت بگم که 60% مطالب آموزشی متوسطه دوم توی ریاضیات توی متوسطه اول هفتم، هشتم، نهم محقق میشه. اینطوری بگم، یعنی اگه دانش آموز این سه تا سالو با اون قدرت و صلابت آموزشی بیاد بالا، قطعاً 60% مطالب دهم، یازدهم، دوازدهم رو پوشش داده. خیلی عالی. و اون 40% چیه؟ مطالب اضافی قرار یاد بگیره. اینا خیلی مهمن که ما خوشبختانه این کار رو توی سه سطح انجام دادیم. اول اومدیم خط به خط کتاب بررسی کردیم، آموزش مفهومی. حتی من شخصا رفتم اون چیزایی که مد نظر دفتر تألیف هست، مؤلفه کتاب چی مد نظرشه، اونا رو روش مطالعه کردم. اصلا توی این فصل، توی این درس هدف مؤلفه کتاب درسی چی بوده، اونو من رفتم تحقیق کردم، به اون نتیجه خوشگلی که باید بشه رسیدم، بعد رفتم ضبط کردم. این تا این قاسمی هم خودشون حتما خیلیاتون میدونه دیگه، سابقه طولانی تو ریاضی دارم، مدیر گروه ریاضی استان آذربایجان غربی. بله، هم دو سال مدیر گروه بودن و خب به خیلی از معلم های ریاضی هم تدریس میکنن ریاضیو و این خیلی کمک کرده اینکه ما یه مقطع متوسطه اول بی‌نظیر رو تو ریاضی داشته باشیم. میفرمودید من وسط حرفتون اومدم، ببخشید. مهندس عزیز نگاه کن، من عرض کردم که در 3 سطح اومدیم مطالب بررسی کردیم، یکی خط به خط کتاب درسی، بعد بلکونی خط به خط کتاب درسی که نشدیم. خوب. جاهایی که مثلا یه نکته آموزشی، یه نکته خوشگلی که وجود داره و کمک میکنه به مفهوم اون مطلب، اونا رو هم آوردیم، حالا توی آموزش یا توی بحث درسیمون، یا آموزش دادیم یا سوال آوردیم، کامل کردیم بحث رو. حالا این قسمت رو که بلکونی بحث آموزش، میریم سراغ چی؟ ساعت تشریحی. آیا اون معلم عزیزی که میخواد سوال به دانش آموز من بده برای این قسمت این از درس چی مد نظرشه؟ چه اهداف آموزشی پشت سر اون معلم عزیزیه که داره این مطلب رو تدریس میکنه؟ توی قالب مثلا 20 تا 30 تا سوال اونها رو هم آوردیم، سوال تشریحی. و جالب اینجاست که ما توی این تدریسمون فقط مفهومی رفتیم جلو، دیگه بحث تکنیک و روش‌های تستی رو گذاشتیم کنار، مگه یه جایی یه نکته خوشگلی وجود داشته باشه، اونم دانش آموز از قبل مفهومش رو یاد گرفته، اون نکته خوشگلی بهش چسبونیم و آوردیم. حالا بازم به واسطه این سوال تشریحی ولکنی مطلب نبودیم، اون مطلب رو یه بار دیگه به وسیله سوالات چهارگزینی به چالش کشیدیم. این دانش آموز، یعنی من به جرئت میگم کار کردیم. دقیقاً به جرئت میگم دانش آموزی که این 3 سطح رو به ترتیب ادامه بده، به تهش برسه، نیازی به هیچ منبع و کتاب، حتی کمک آموزشی هم نداره. خیلی حرف بزرگیه دیگه. فکر میکنم برای پدر مادرام خیلی ارزشمند باشه این جمله، اینکه آقا دیگه نیاز به هیچ منبع آموزشی نیست. هم اومدیم خط به خط کتاب درسی. تو ریاضی خب مرسوم آقا میگن کتاب شاید خیلی مهم نباشه. نه. اصلا. کتاب مهمه، خط به خطش بررسی شده. یعنی شما اگر امسال به خاطر شرایط کرونایی کلاس هم نرفتید یا مدارس تعطیل بود، جای نگرانی نیست با این محصول بی‌نظیر. جایگزین کامل کتاب درسی براتون میشه، آموزش‌های مدرسه میشه. بعد اومدن سوالات تشریحی داخلش گذاشتم برای امتحانا و هم سوالات تستی گذاشتیم که اگر کسی آزمون شرکت میکنه یا اگر کسی میخواد فضای فکریشو
با فضای فکری مقطع متوسطه دوم و بالاخص کنکور هماهنگ کنه خیلی کار ساده تری رو داشته باشه. خیلی از انیمیشن و شهودی سازی هم استفاده کردی تو این اتفاق. خب مرسوم بود تو این انتشارات، اصلا پرچمدار آموزش تصویری و شهودی این انتشارات بود و خیلی خوبه که معلم های کنکور الان اومدن به کمک شما تو مقطع متوسطه اول با همون تجهیزاتی که دانش آموز های کنکوری ازش استفاده میکنن برای فهم کامل مطالب. و من میخوام بگم اصلا اینا منحصر به کنکور نیست، حتی تو دبستان هم باید این اتفاق بیفته. چون اصلا ما امروز تو دنیا داریم این اتفاق رو میبینیم دیگه. ما تدریس نمایشی، تدریس شهودی اصلا امروز تو دنیا حرف اول رو میزنه که خدا شکر این مجموعه پرچم دارش. اصلا آقای کرمانی ها ببین، کوتاه کردن موضوعات درسی و کم حجم کردنشون خیلی مهمه که توی این مجموعه ما برای تمام دروس اتفاق افتاده. خب خدا رو شکر الحمدلله. صحبت‌های آخرتون رو بشنویم جناب قاسمی، بعد بریم سراغ مهمان بعدی. برنامه‌مون فشرده است، گفتمان تخصصی داریم، قرار در حد 10-12 دقیقه با هر معلمی صحبت کنیم، یه نمونه تدریس ببینیم و خب تدریس‌های کامل‌تر رو گذاشتیم براتون دیگه تو همین مجموعه که در اختیارتون هست. هفته اول مهر کاملا رایگان در اختیارتون قرار میگیره در راستای عدالت آموزشی. یه جای چالشی از ریاضی مثلا هفتم ریاضی از شما انتخاب شده، اونها هم براتون گذاشتیم. حالا اگر هفتمی هستید میتونید اون رو ببینید، سال هشتمی هستید میتونید اون رو ببینید و نهایت استفاده رو ازش ببرید به صورت کاملا رایگان در راستای عدالت آموزشی. صحبت های آخر شما رو میشنویم. انتظاری که از دانش آموزان عزیزم دارم و اولیای گرامی اینه که حتما این سه سطحی که پشت سر هم چیده شده رو به ترتیب ببینن، رعایت کنن. دقیقاً به ترتیب ببینن، رعایت کنن و اون اهداف آموزشی قطعاً رخ خواهد داد. اون چیزی که مد نظر اولیا و دانش آموزان عزیز ما هست. بر شما درود، بر دپارتمان ریاضی شخص حضرت عالی، جناب آقای منتظری، جناب آقای نصیری که همه زحمت کشیدن. یه کار تیمی الحق و الانصاف دیگه، این آخرها شبانه روزی شده بود دیگه. دلوقتي. چون ریاضی هم فوق العاده اهمیته. خیلی تصویر سازی ها و انیمیشن سازی ها تو ریاضی زمان بر بود. دست شما درد نکنه، محصول بی‌نظیری رو تو ریاضی دارید. بریم یه قسمتی رو ببینیم از یه دبیر دیگه، از یه درس دیگه. من دوباره برمیگردم در خدمت شما دوباره ببینیم دوباره در مورد همین چیه، در مورد همین گریتینگ و اینجور چیزا. تیچر های کلاس، ام مرادی یور انگلیش تیچر. چرا جالب. های کلاس، ام مرادی یور انگلیش تیچر. من اینجوری بیاد من احساس کنم یه سلام بچه ها، سلام کلاس، من مرادی ام، یور انگلیش تیچر. بچه دوباره نگاه کنید، یور انگلیش تیچر، یور صفت ملکی یعنی میشه معلم زبان شما. خب کلاس تو هم بگو. هلو مستر مستر مرادی. میسیزه. میسیزه. آره. کلاس میگه هلو میسیز مرادی، سلام میسیز مرادی. تیچر میگه ناو یو سی یور نیم وان بای وان، لطفاً حالا ناو حالا اسمتون رو وان بای وان یکی یکی بگین. خب یو پلیز، تو لطفاً واتس یور نیم، اسمت چیه؟ میتونست اینجا بگه واتس یور فرست نیم. آره میتونستم جی تیکه تیکه بپرسه، ولی کلا پرسه هم فرست نیم لاست نیم همه رو باید بگه. آره بریم. کیمیا است. آن کیمیا کومیجانی. آره میگه من کیمیا کومیجانی. برای اینجا یه چیز دیگه میتونست بگه نه؟ میتونست بگه I am کیمیا کومیجانی. یا میتونست بگه My name is. My name is کیمیا. آره. کومیجانی. خب بریم. تیچر میگه Excuse me. ببخشید. How do you spell your last name؟ فامیلی تو دیدی بهارم یه لحظه اومد بخونه دوچار میشه. میگه اسم فامیلی تو میشه برای من اسپلش کنی؟ یعنی هجیش کنی. آره. خب کومیجانی K-O-M-I-J-A-N-I. خب تیچر میگه thank you کیمیا، ممنونم کیمیا. خب حالا بچه ها صفحه 9 کتابتون یه مکالمه ای داره که این مکالمه برای شما چی میشه؟ برای شما خونده میشه. من الان تصویر میرم بیرون، بهاره دوبار تو چشای شما نگاه میکنه این مکالمه رو میخونه. باشه؟ دوبار نگاه میکنه میخونه، بار سوم پک گوش بده. میخوام این جا خالی ها رو پر کنیم. پس بهاره من تو رو با بچه ها تنها میذارم. خداحافظ. برای بچه ها بخون ببینیم چه جوریه. قشنگ بار اول. خب بچه ها آماده این؟ بریم. خب نمبر A، Are you مینا احمدی؟ B، No I'm کیمیا احمدی. Mina is my sister in grade 3. یه بار دیگه میگم. Are you Mina Ahmadi? No, I'm Kimia Ahmadi.
مینا is my sister in grade 3. خب حالا بریم تو مت پر کنیم. آره بهاره. آره تو همون پیدا کنیم. یه بار دیگه بگیم، شما بگو من ببینم با بچه‌ها میتونیم پرش کنیم. باش. من در پشت صحنه‌ام بچه‌ها، برو. استاد کجایی؟ روح من در کلاسه. Are you Mina Ahmadi؟ پس جای خالی اول میشه چی؟ Are you Mina Ahmadi؟ خب نو. نو، I'm Kimia Ahmadi. پس من Kimia Ahmadi. بگو ببینم بچه‌ها میتونن. Is my sister. پس مینا is my sister in grade 3. آفرین بچه‌ها. Great. آفرین، آفرین. بریم. آره، بریم بعدی رو با بچه‌ها بریم. بچه‌ها سعی کنید که از این تمرین‌های اینجوری استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید تو مکالمه. بهاره، برای بار دوبار اینو بخون برای خودت. باشه؟ رو به بچه‌ها لطفاً. بله. خب. گفته که نمبر A. Could you spell your first name, please? بچه فقط گوش بدید. بچه فقط گوش بدید. یه بار دیگه. Could you spell your first name, please, Mr. Karimi? B. Yes, it's M-A-H-D. یه بار دیگه میگم. Could you spell your first name, please, Mr. Karimi? B. Yes, M-A-H-D-I. خب بریم سوالاش. خب could you spell your name. ببینیم بچه ها your first name. بچه ها ببینیم شما هم درست دادین. Please Mr. Karimi. خب گفته که بهاره چی گفت؟ ترجمه کنم؟ نه ترجمه نمیخواد بکنیم. من براتون ترجمه میکنم. روح استاد در کلاس است. میگه میتونی اسم کوچیکتو برای من اسپل کنی آقای کریمی؟ اون میگه بله. چی بود؟ Yes, it's M-A-H-D. مهدی. آفرین. مهدی. همون مهدی معروف. مهدی. عجی. مجی. لا. مترجی. اینجوری. سلام. من اومدم ظاهر شدم. پس اینا رو میتونین چیکار کنین؟ قبل از اینکه بهاره یعنی این جواب رو پر کنه، آره یه چند بار فایلاشو گوش بدید بعدم بیاین. من مطمئنم خیلی براتون مفید خواهد بود. بسیار عالی. به به جناب آقای محمودی هم به جمعمون اضافه شدن. یه دبیر درجه یک تو درس زبان با کلی سابقه، کلی کسایی که 100% دادن زبانو با ایشون تو کنکور. خلاصه بگم بهترین دبیر زبان کنکور تو کشور رو براتون آوردیم تو مقطع متوسطه اول تا از همینجا انشالله بنای زبان همه شما عزیزان رو خیلی خوب بچینیم و بیاییم بالا. جناب محمودی خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم. سلام، عرض ادب ارادت خدمت شما. سلامت باشید. خدمت تمام دوستای گل توی خونه، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال پر انرژی اومده باشید. با تو خیلی صحبت دارم. من در خدمتتونم. سلامت باشه. البته خیلی وقت نداریم ما. 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ای وای من. شوخی میکنم. هر چقدر شما بفرمایید انقدر شیرین صحبت میکنید ما در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. خب خیلی زحمت کشیده شد برای زبان کنکور. جناب آقای محمودی اولین نفری بودن تو زبان کنکور کشور که اومدن انیمیشن و شهودی سازی و داستان سرایی و یه روانشناسی و روانشناسی خاص آموزشی و وارد آموزش کردن. خب خیلی ها هم ازش استقبال کردن دیگه. یه درس فراری که خیلی از لغات فراموش میشه، حالا قرار ماندگاری لغات تو ذهن به مراتب بره بالاتر، زبان شیرین تر بشه. اونهایی که کلاس کنکور نرفتن بیان، اونهایی که کلاس کنکور نرفتن، آموزشگاه نرفتن بیان، مثلا با فیلم‌های آموزشی زبان رو درصد بالایی بزنن. خب این شعار تو روزهای اول خیلی سخت باور بود و باورپذیریش کم بود، ولی شد. تو مقطع متوسطه اول چه اتفاقی افتاده که بچه‌ها خیالشون از بابت زبان راحت باشه؟ خدمتتون عرض کنم مهندس جان، یه اتفاق بدی که تو سیستم آموزش هست اینه که حالا بعدن شما هم دقت کنید، ببین کتابو نگاه کنید، کتابو که دانش آموز میگیره جلوش، کتاب زبان هیچی توش نیست. یعنی چی چی نیست؟ یعنی خیلی خالیه. خیلی خالیه. یعنی دانش آموز نمیتونه برداشت درستی داشته باشه. یعنی کتاب دبیرستان، یعنی پایه دوم که میای ریدینگ داره قشنگ یه روال خاصی، کتابت نو پایه اول یعنی متوسطه اول توش عملا هیچ چیزی نیست. یعنی شاید سخت ترین روزای من چی بود؟ این که بخوام یه چی محتوایی تولید کنم که دانش آموز باهاش بتونه بهتر کنه. من فکر می‌کنم خیلی سردرگم باشن تو زبان مقطع متوسط اول. اون کلمه آه... دنبال همین کلمه سردرگم بوده. یعنی دانش آموز اصلا واقعا دارم میگم نمی‌دونه بعد چی کار کنه. حالا یه انسجام ذهنی باید بهش داد. آفرین.
همین کارو ما کردیم. یعنی ما تو پایه متوسط دوم تک تک لغاتو کار کرده بودیم، انیمیشن سازی کرده بودیم، بچا کلی کارهای قشنگ برای گرامرا داستان ساختیم. اومدیم تو نوبت اول، یعنی پایه اول متوسط هفتم، هشتم، نهم، دیدیم که اصلا هیچ خبری نیست. یعنی کتاب خودش تکلیفش با خودش به نظر من مشخص نیست. چیکار کردیم؟ کار بزرگمون این بود که همون کارو دوباره برای پایه اول کردیم. یعنی تک تک لغاتو درآوردیم، تک تک لغات درس به درس رو. چقدر خوب. آره، جمله سازی کردیم، روش انیمیشن گذاشتیم که دانش آموزی که تو دورترین مناطق این ایران زمین داره زندگی میکنه هیچ تفاوتی با مرکز پایتخت نداشته باشه، یعنی احساس هیچ کمبودی نداشته باشه. روش کلی تمرین کار کردیم. قدم دوم، بچه اصلا نگران گرامر نباشید. دیدی کتابتون رو ورق میزنی هیچ گرامر خاصی نیست، ولی میرید تو امتحانات میبینید همه سوال گرامر اومده. مهندس برداشتیم تک تک گرامرها، یعنی هر جایی اون ریزه ها، اون تمرین ها، هر جایی گرامری گفته بود و چیکار کردیم؟ بازش کردیم، تدریسش کردیم، جا انداختیم، نمونه سوال روش کار کردیم. و برای اینکه این حس خوب به بچه ها منتقل کنیم، من دخترم هم کنارم تو فیلم ها هست، یعنی مثل یه دانش آموز خودش هم دانش آموزه. بچه ها تمام اون چیزایی که تو ذهن شما تو ذهن اونم بود، یعنی سوال، علامت سوال، مشکلات گرامری، مشکلات لغتی، مشکلات ترجمه، همه رو مطرح میکرد. و ما هم برای اینکه دانش آموزا بهترین نتیجه رو بگیرن، مهندس دونه دونه این کارا رو انجام دادیم، اومدیم جلو. من یه سوال از شما دارم جانب. دانش آموز متوسطه اول چی نیاز داره؟ چی کار میخواد بکنه؟ درس میخونه که چی بشه؟ درس میخونه که لذت ببره و زحمتش کمتر شه، یعنی توی یه زمان کم بتونه یه نتیجه خیلی خوب بگیره، در کنارش لذت هم ببره و بتونه نمره خوبی هم بگیره. من فکر میکنم اینطوریه، شاید هم اشتباه میکنم، شما خودتون تصدیق کنید. ما دقیقاً همین کار کردیم، یعنی کاری کردیم که دانش آموز پای دیویدی میشینه داره زبان رو نگاه میکنه، گذشته زمان رو متوجه نمیشه. یعنی سعی کردیم لذت بخش باشه براش، روی اینش خیلی کار کردیم. سعی کردیم با شوخیایی که میگیم، با سوالایی که مطرح میکنیم، با اون حس متقابلی که به بچه‌ها میدیم، گذشته زمان رو متوجه نشن. دو، شما فرمودید امتحان داره. خب بعضی از بچه‌ها میدونید دیگه، امتحان ترم دارید. آره، امتحان ترم داری، دونه دونه براتون نمونه سوال گذاشتم، یعنی نمونه سوال تشریحی تستی، چون بعضی از بچه‌ها میرن آزمونای مختلف شرکت میکنن برای اینکه کم نداشته باشن، تست‌های مختلف هم براشون گذاشتن. تو زبان برای آزمون ها هم فکر شده از همینجا، خیلی عالی. آزمون ها، تیسوشان، نمیدونم ال بل دیگه، نذارید جزئیاتش بگم. یعنی دانش آموز با هر مقصودی بیاد اونجا بار خودش میبنده، یعنی دانش آموز صفر بیاد قشنگ بارش میبنده، نمرات امتحانش رو خوب میگیره. دانش آموز قوی ما میاد اونجا که چیکار کنه؟ میاد میگه آقا من قوی تر بشم، میخوام برم آزمونای مثلا نمونه دولتی ها شرکت کنم، تیسوشان شرکت کنم. میبینه تمام اون سوالا رو ما در پس کارمون گذاشتیم که دانش آموز همون دیویدی، همون محصول براش حسن ختام کار باشه، یعنی به چی دیگه نیاز نداشته باشه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. دست شما درد نکنه، این همه انیمیشن سازی و تصویر سازی و خیلی هم داستانای جذابی میگید. یعنی تو کنکور که به شخصه برای خود من همینطور بوده همیشه، یعنی ماندگاری مطالب تو ذهن خیلی بالاست. بای محمودی خیلی مطالب شیرین به هم وصل میشن و تو مقطع متوسط اولی اتفاق بی بدیلی هم که افتاده، اولش شاید دانش آموز احساس نمیکنه داره زبان یاد میگیره، بعد کم کم مطالب تو ذهنش میشینه و اون وقت وقتی ورود میکنه به درس کارش خیلی ساده تر شده. بله، دست شما درد نکنه. من یه جمله دیگه بگم. حتما بفهم. یه کار دیگه ای که کردیم، من یادم رفت بگم، یه کار دیگه ای که کردیم اینه که تمام تمرین های کتابو کار کردیم. خیلی یه سری این تمرین های کتاب، بچه ها شما میدونید دیگه، مکالمه ها رو وایس گذاشتن ولی متنش تو کتاب نیست، فقط براشون پخش میشه. ما کاری که کردیم همه اینا رو چیکار کردیم؟ تکستش کردیم، قشنگ تو تصویر نشون میدیم، روش کار میکنیم، به بچه‌ها میگیم تکرار کنید با ما. و من مطمئنم که دو بار بچه‌ها با ما گوش میدن دیگه برن توی کلاس، عملا معلمشون هر چی بگه، هر چی بپرسه، اینا اوکی، یعنی اصلا هیچ مشکلی نخواهند داشت. یار عالی، خیالمون از بابت زبانم راحت شد. جناب آقای محمودی خیلی زحمت کشیدن تو زبان، جا دارم ازتون تشکر کنم. در راستای عدالت آموزشی گذاشتم براتون دیگه، هفته اول مهر رو رایگان میتونید ببینید. چند تا از مباحث سختم رایگان در راستای عدالت آموزشی تقدیمتون میکنیم، خودتون با چشمان خودتون ببینید متوجه میشید چقدر زحمت براتون کشیده شده. بریم یه قسمت رو ببینیم، با یه دبیر دیگه در خدمتتون هست. در مورد نهاد و فعل ما فعلا یه چیزایی یاد گرفتیم، اما باز هم چیزای خوب و خوشگلی یاد خواهیم گرفت. خیلی خوب، حالا میخوایم بریم در مورد مفعول صحبت کنیم. مرداد. بله. من مثلا وقتی میگم من خوردم
تو نمیگی چی؟ سری میگم چه چیزی رو؟ چه چیزی رو خوردی؟ یعنی که ببین مفعول کلمه ایست که کار بر روی آن انجام میشود. الان ببین آقا داره کتاب میخونه. درسته؟ چه چیزی رو میخونه؟ الان معلومه دیگه، این چیزی که داره چشمک میزنه این چیه؟ کتاب. کتابه. چه چیزی را خواند؟ کتاب را خواند. درس را خواند. پس این کار خواندن داره روی این انجام میشه، این مفعوله. بعضی وقتا نشانه را داره، بعضی وقتا نشانه را نداره. یعنی مثلا من دارم میگم آقا من کتابی خواندم، خب چه چیزی را خواندم؟ کتاب را. ولی الان تو من تو جمله من کتابی خواندم تو اصلا را میبینی؟ نه نه نه. خب. پس میتونه اون راه بیاد، میتونه نیاد. حرفی بزن بردم. حرفی بزن آفه حرفی بزن اون بوده حرفی را بزن راه هست شده. حرفی بزن چیزی بگو از شمس تبریزی بگو. حالا علکی چند تا شعر با هم دیگه گردم الان گفتم. پس این راه نشانه گاهی هست گاهی نیست، گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ گاهی هست گاهی نیست. خب خب اینو سرم از غم تو گریبون این چه روزگاریه، سرم از غم تو گریبون. حالا بحث آرایه هاشو ولش کن، داستانشو ده. خب یه وقتی میگم سیب را خوردم مفعول من کیه؟ سیبه. خب بچه ها بعضی وقتا به این را میگن رای نقش نمای مفعولی. چرا نقش نما؟ نقش نما یعنی نقش کلمه قبل خودش رو نمایان میکنه، رسوا میکنه. یعنی سیب رو رسوا کرده، گفته کار خوردن روی تو انجام شده. تابلو میکنه. خب حالا ببین چه چیزی را خوردم جواب من جواب میشه سیب را. خب الان من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. ببین مرداد جان تو که میدونی، ولی بچه ها خیلی خوبه بدونن. بچه ها همین فعل خوردن رو میبینین؟ فعل خوردن تو چشاش میدونی از اون فعلاییه که ما بعداً بهش میگیم فعل مفعول خواه. یعنی خوردنه حتما یه مفعول میخواد. پس یادت باشه اگر خواستی مفعول رو تشخیص بدی به فعل نگاه کن ببین مفعول میخواد. پوشیدن، بله مفعول میخواد. چی را؟ چه چیزی را؟ لباس. درسته؟ خوردن، خوردن مفعول میخواد. مثلا رفتن مفعول میخواد. چه چیزی را رفت؟ چه کسی را رفت؟ نه خیلی مسخره میشه، مفعول نمیخواد. پس فعل خودش داره رسوا میکنه. واسه اینه که این اصلی ترین لامصب. همه چی تو دل اینه، جعب سیاه جمله است لامصب. خیلی خوب، حالا سیب را خوردم مفعوله. چه چیزی را خوردم؟ سیب. مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم. از در واقع دیوان حافظ آوردمش اینو، میخوام ببینم که تو با این اطلاعاتی که من بهت دادم میتونی از دیوان حافظ مفعول در بیاری بیرون. بریم ببینیم. خب. مرا میبینی، چه کسی را میبینی؟ آفرین. ببین اصلا چه چیزی باعث میشه به خودت جرأت بدی بگی چه کسی را میبینی؟ این فعل لامصب. دقیقاً فعل دیدن، یه چیزی میخواد که ببینه دیگه، یه مفعولی را میخواد دیگه. پس این فعله داره به من میگه آقا چه چیزی را میبینی؟ من را میبینی. این من یعنی من، این من یه من خاصی تو چشاشه. یعنی اینجا مخففه منه، من را شده مرا. قبوله؟ خیلی خوب. پس این منه که اینجا الان مرداد نشون بده به بچه ها. آره. این معنی که الان مرداد داره به شما نشون میده این چیه؟ مفعول ماست. خیلی خوب اینجا رو نگاه کن. هر دم زیادت میکنی دردم، زیاد میکنی. چه چیزی را؟ درسته؟ زیاد میکنی. آره این درد را. درسته؟ مفعول من الان چیه؟ درد. درد عزیزان من. خب چه چیزی را زیاد کردی؟ درد را. تو منو میبینی؟ الان به معشوق داره میگه مرا میبینی و هر دم زیادت میکنید. معشوق میبیندش، تحویلش نمیگیره، این دردش میزنه بالو. چه چیزی را زیاد میکنه؟ درد را زیاد میکنه. درسته؟ خیلی هم عالی. حالا بس داره ها، اینا مفعول اینه و یاد گرفتیم این رو. خیلی خوب حالا اینجا رو میخواییم بریم ببینیم. اینجا اصلا نشانه مفعولی نداره. قصه ای مینویسم. چیو مینویسی؟ فعله به من جرأت میده بپرسم چی را. بعضی فعلا نمیشه. چی را رفتی اصلا خیلی مسخره میشه. درسته؟ چی را شدی؟ چی را هستی؟ من مثلا
چه میدونم کتاب را رفتم، خیلی مسخره میشه، قبوله؟ خب ولی مینویسم قصه ای را، چه چیزی را؟ قصه ای را، قصه میشه مفعول من که حقیقت شیرینی را نمایان میسازد. این که خودش راه تابلو تابلو اومده دیگه. آفرین. حرف آخر. به به، جناب آقای محسن منتظری هم به جمعمون اضافه شدن. یک دبیر پر انرژی، خلاق، با کلی هنر، همیشه لبخند بر لب، اصلا تدریساتشون بی‌نظیره دیگه تو زمینه کنکور تو ادبیات بی‌نظیرن دیگه. دبیر درجه یک ادبیات میشه گفت، با جرات بهترین دبیر ادبیات کشور. خیلی از بچه‌ها درصدهای بالایی با ایشون تو زمینه کنکور زدن، اومدن تو مقطع متوسطه اول، کمک حال شما عزیزان باشن. جناب آقای منتظری خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و دوستان عزیزی که الان دارن ما رو در واقع تماشا میکنن، من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، عاشقتون هستم. لازمه کار ما عشق اساسا، و اون چیزی که ما نیاز داریم براش که تنور آموزش رو باش داغ کنیم عشقه. درود و تو ادبیات محمد جان، جناب آقای مهندس کرمانی، سلامت بشید، چون خیلی دیگه حالا صمیمی هستیم محمد، راحت بشید، اشکالی نداره. به حضورتون عرض شد که یه مبحثی به نام التزاز ادبی وجود داره، به به، یعنی لذت ادبیات، که متاسفانه نمیدونم چرا در سالهای اخیر تو آموزش ها به این اصلا دقت نشده. یعنی اگر این تنور داغ نباشه، ما هیچ نانی رو و هیچ خروجی رو اساسا نخواهیم داشت برای ادبیات. اینه که ما از قدیم و ایام، ببخشید پس صحبتتون اومدم، فکر میکنم جاشه، همیشه میگفتیم درس شیرین فارسی، بله، ولی بله، متاسفانه این لذت رو ازش گرفتیم. الان برای بعضی اصلا سخت شده، سخت شده اساسا، بله، واقعا خیلی لذت بخش فارسی. حالا شما همگام باشید با آقای محسن منتظری، میبینید خودتون. درود بر شما، بله، واقعا یعنی ما ابزارهایی رو استفاده کردیم، یعنی اومدیم اساسا از زمانی که برای کنکور شروع به کار شد و در واقع این سالهایی که ما کار کردیم برای کنکور، بازخوردهایی رو که گرفتیم دیدیم که دانش آموز به چه دلیلی از ادبیات فراریه، کجاهای ادبیات مشکل داره، چرا مطلب براش جا نمیفته، چرا فرار میکنه، چرا تلمبار میشه، چرا ادبیات به این شیرینی اینقدر غول هستش، چرا و چراهای دیگر. من این رو بگم که حالا شما محبت کردید، از سلامت باشید، تعریف ها فرمودید، درود بر شما. خودم رو عضو کوچکی از یا قطره از این دریای ادبیات در کشور میدونم، در مقابل استادان بزرگی که مثل در واقع نوری و چراغی دارن تو این کشور، بنده هیچ نیستم. ولی خب درود بر شما. چیزی رو که یاد گرفتم و مشکلی رو که دیدم که باید در واقع توی ادبیات حل بشه، مشکل آموزش ادبیات بود. خیلی از معلم‌ها دانش ادبیات رو دارن، اساساً بالاخره یه چیزیه که میشه فرا گرفت و خیلی‌ها دارنش اینو، اما مشکل آموزش ادبیات در کجای اون بوده؟ برمیگردیم به اون جمله معروفی که در واقع یک بزرگی میگه که اگر شما درسی رو دوست ندارید و عاشقانه دنبالش نمی‌کنید، اون رو از معلم اشتباهی یاد گرفتید. عجب، ولی واقعا عجیبه این جمله. معلم اشتباهی یعنی چی؟ یعنی کسی که اون لذت تعلیم رو به دانش آموز نتونه القا کنه. حالا این لذت تعلیم، محمد جان، بچه ها، دوستان عزیز، پدر مادرای مهربان، این میتونه گایقات یه یادگیری خیلی ساده باشه، یعنی چیزی که دانش آموز براش خیلی قلمبست، الفاظ در واقع خیلی سنگین و اینهاست، خیلی براش ساده کنیم، زبون عادی بگی، یه وقتی یه شوخیه، یه وقتی یه استراحت کوتاه وسط درسه و یه لطیفه است، حتی گاهی اوقات یه دهن خوندنه، یه آواز کوتاهه، صداش هم خوبه، بله، و داستانگوییه، انیمیشن. مثلا زمانی که من می‌خواستم تو تاریخ ادبیات خواجه عبدالله انصاری و قرن 50 ازش بیارم، این صاد رو مثل گل با انیمیشن شکافتیم و بازش کردیم، تصویرسازی قرن 5 رو دانش آموز چنان می‌بیند که هیچ وقت یادش نمیره، تو ذهنش موندگار و این حس. حالا کاری که به صورت پینگ پونگی با پارتنرم جناب آقای استاد مشایخی انجام دادیم، بله، و واقعا کار خیلی جذاب‌تر و خیلی جالب‌تر شد، خیلی زحمت کشیدن و واقعا همینطوره. و من
بزرگترین عقیده این بود که مفاهیم بسیار سخت رو میشه خیلی ساده کرد و ساده سازی رو انجام داد. اون وقتی که دانش آموز میشینه پای حرف شما، نکته ای هم که میخوام عرض کنم الان این هستش که روانشناسان یادگیری امروزه میگن مثلا برای بچه های مثلا فرض بفرمایید 7 تا 15-16 سال، یعنی حالا میشه مثلا در این 90 و 80 های ما خب اگر شما تو 11 ثانیه اول تونستی دانش آموز رو مغلوب جذابیت کار خودت بکنی، بعدش دیگه به حرفت گوش میده، میپذیره تو رو. و ما روی 11 ثانیه خیلی کار کردیم، حتی تو سلام، یعنی دیدیم هیچ کار دیگه جز سلام کردن که نداریم، نوع سلام کردنمون عوض کردیم که دانش آموز با جذابیت روبرو بشه و با عشق و لذت بیاد. بعد حالا ادبیات زیبایی هاشو به دانش آموز نمایاندیم، چیزایی که به سخته. مثلا من در مورد ای نقش نمای اضافی مثلا میگم آقا خدا چی میگم، آقا یه ایه که نقش کلمه بعدیش رو نمایان میکنه، یعنی چیز ترسناکی نیست. و اساسا من اینو اول یاد میدم کاراشو میگم، بعد میگم آقا به این میگن فلان. آه این خیلی خوبه ها، این یه حسی که دارن جمعی منتظر. اول غیر مستقیم توی یه داستانی توی یه روایت بله. یه چیزی رو میگن، دانش آموز مثلا فکر نمیکنه یه مفهوم سخت درسیه، بعد میگه آقا همونه، خیلی باورشون نمیشه که این همه غیر مستقیم. اساسا ما تو دنیا هم داریم همینطوری تدریس بله. میکنیم تو کشورهای جهان. اول مثال آموزشی، بعد میگه این مثالی که دیدی بهش میگن ترکیب اضافی. و تدریس نمایشی، تدریسی که مبتنی بر شهودی سازیه، شهودی سازی انیمیشنه و داستانه و سناریو داره و کار بی نظیریه واقعا. الحق سلامت باشید. منتظریم چند وچ دارن، خیلی هنرمندن، انواع و اقسام صدا رو در میارن. حالا تو تدریساشون بیشتر میبینید. گذاشتیم براتون هفته اول مهر رایگان گذاشتیم در راستای عدالت آموزشی. جاهای گل ادبیات هم که سخت بوده، چالشی بوده برای بچه ها، اونها رو انتخاب کردن براتون بله. گذاشتن، اونها رو مشاهده کنید دستتون میاد. الان این شخصیتی که اینجا نشسته کاملا متفاوته با این شخصیتی که اینجا میبینید. خیلی شوخ هست، یعنی با بچه ها ارتباط باید برقرار کرد. دقیقاً. اولا باید لذت ببرن دیگه، اولا خودت باید لذت ببری از کاری که تو اونم لذت ببر، تو اون لذت ببر. انرژی تنها چیزیه که نمیشه دروغ گفت، یعنی انرژی راستشو به بچه‌ها میگه، انرژی راستشو به مخاطب میگه. اگر بهشون بگی دوستت دارم و واقعا دوستشون نداشته باشی، عاشقانه براشون کار نکرده باشی، اینا میفهمن. دقیقاً. مخصوصا بچه‌های باهوش الان که اون پشت اون دوربین رو اگر تو نبینی به عنوان معلم و حسش نکنی و به عنوان بچه خودت این رو در واقع عاشقانه القا بهش نکنی و دلت برای مثلا دانش کشورت نسوزه، دلت برای بچه‌های کشورت نسوزه، عاشقانه دوستشون نداشته باشی، اتفاق نمیفته. دقیقاً. اون اتفاقی باید بیفته نمیفته. درود بر شما. دقیقاً. بعد حالا همه اینا آقا عشق کافی است؟ نه. عشق کافی نیست. باید اون دانشه هم باشه. روش انتقال هست. تکرار و تمرین هم باشه. همه این کارا باید باشه. توی تدریس ادبیات متوسطه ما اتفاقی رو ایجاد کردیم برای اولین بار. برای اولین بار این کار رو کردیم طبق تجربه‌ای که دانش آموز رو از اول بگیریم هدایتش کنیم برای کنکور یا برای سالهایی که وارد دانشگاه میخواد بشه بل. و دانش ادبیش هر جا که لازم ازش امتحان بگیرن یا هر جا که لازمه دانش ادبی رو به کار بگیره به هر ترتیبی. درسته. ما اومدیم چیکار کردیم؟ دانش آموز رو با سواد بار بیاریم. چه کار باید بکنیم؟ یک متن ادبی، یک بیت در واقع شعر و یا یک مثل هر چیزی، این در بردارنده چه چیزهایی هست؟ از ما چه میخواهند؟ ما 4 تا در واقع دروازه در یک قاب بزرگ برای یک بیت یا یک خط متن در نظر گرفتیم. قاب اول یعنی که وارد میشیم، دروازه اول دروازه‌ای هستش که لغت‌ها رو براش معنی می‌کنه. آفرین. یعنی وارد میشه اول ابزار دیگه، باید این ساختمان چیز ابزار داره. اصلا خیلی بلد نیستن شعر بخونن. آره حالا اینو عرض می‌کنم دقیقاً به کجاها میرسیم. این ابزار و لغت‌ها رو در اون بیت برای بچه قشنگ نمایان می‌کنه. این لغت‌ها چی هست؟ متضاداش چیه؟ مترادفش چیه؟ این لغت چه معانی دیگری میتونه داشته باشه؟ و دانش ادبیش و درک ادبیش هم اونجا داره میره بالا. چرا؟ چون من فقط اکتفا نمی‌کنم اون چیزی که اونجا نوشته شده. هر چی که لازمه به دانش آموز میگم و لذت میبره. خیلی عالی. از اینکه داره یاد میگیره. بعد اینو یاد گرفت، خب پله بعدی در واقع آرایه‌های ادبیه. چرا؟ چون ما هنوز نمیتونیم
با دانستن لغت وارد شعر بشیم. باید پیچ و خم‌های شعر فارسی رو بدونیم. شعر فارسی خالی نیست، شعر فارسی آرایه داره، یعنی چیزهایی که شعر رو مزین کرده. حالا این آرایه‌های ادبی، تشبیه و استعاره و کلام‌هایی که حالا چیزهایی که بچه‌ها حالا در حد دوره اول دبیرستان یاد می‌گیرن، این دروازه دقت بفرمایید دروازه آرایه‌های ادبیه. ما لغت رو یاد می‌گیریم، وارد آرایه می‌شیم. دروازه سوممون چیه؟ دروازه سوم دستور زبان فارسیه. دستور زبان فارسی به خط، کلمه به کلمه نقش‌ها رو ما پیدا می‌کنیم. برای دانش آموزی که دو تا مثال براش می‌زنن، سه تا مثال براش می‌زنن، مدرسه معلم فرصت این رو نداره که بیاد برای تک تک دانش آموز، ولی ما با تک تک دانش آموز در ارتباطیم و تک تک ابیات کتاب رو از لحاظ دستور زبان فارسی باز می‌کنیم. خیلی عالیه. دروازه چهارم تازه بهش یاد میدیم برو شعر معنی کن. معنیو حفظ نکن. تو آرایه رو یاد گرفتی، لغت رو یاد گرفتی، دستور زبان رو یاد گرفتی، حذف فعل رو یاد گرفتی، فلان رو یاد گرفتی، فلان. حالا جناب مهندس کرمانی، مسئله اصلی که وجود داره برای دانش آموز اینه که معلم یاد سر کلاس روز اول البته چه ساعت نمیکنه، فرصت نمیشه. خب ابزارم ندارن، ابزار کمک آموزشی ندارن، پاورپوینت ندارن، انیمیشن نداره، فلان نداره، ابزارهای دیگه نداره، روشای تدریس رو بعضن حالا دیگه بعضی میدونیم دیگه شانسیه خیلی چیزا، یعنی دیگه حالا به شانسش بخوره معلمی مثلا عاشقانه، معلم اشتباهی نباشه مثل من. حالا من استادم ببینید کاری که ما کردیم اینه، یه جلسه صفر گذاشتیم، دانش ادبی و دانش زبانی رو برای اینا باز میکنیم. یعنی میگیم آرایه ها در ادبیات فارسی اینان، اینها رو تو لازم داری تا آخر سالت. یه بار یاد میگیره قشنگ، با مثال های زیاد یاد میگیره. دستور زبان تو از این حالت ها خارج نیست. چقدر عالی، یعنی مشکل ادبیات حل میشه. یعنی با اون چند ساعت تدریس جلسه صفر دانش آموز وارد کتاب میشه. خیلی از معضلات بچه ها تو مقطع متوسطه دوم همینه. بله. یعنی اصلا ادبیات یه درسی، اصلا شما زیست میخوای بزنی باید ادبیات قشنگ بلد باشی استفاده کنی، واقعا همینطوره. سوالاتو خوب بخونی، خیلی عالی. این دانش آموز من ببین مشکل شاید خنده‌دار باشه برای شما، نهاد رو نمیتونه تشخیص بده. داره دیگه این موزلی که اصلا خودمونم از این موقع میخوایم املا بنویسیم شک میکنیم. بله. پدر مادرها مثلا میخوایم میگذارد. بله. یا مثلا از این موقع یادمون میره چه جوریه. تمام اینا با روش ها به بچه ها یاد داده میشه. از لحاظ املا مثلا ببینید، حتی یه کلمه برای کلمه من برنامه دارم، کلمه که مثلا هجوم، میگم آقا هجوم رو چجوری من یاد بگیرم با هی جیمی بنویسم؟ میگم موقعی که هجوم میبری با دو چشت باید دقیقا دشمنت هی دو چشمه، پس هی دو چشمه، پس تو زن ماندگار میشه. محمد جان من فقط یه نکته بگم، میخوام اینو بگم، باید خدافظی بکنی، فقط بریم دنبال مهمان بعدی جناب یوسفیانپور. منتظرم، میخوام وارد استودیو بشم، خدمت شما عرض کنم. کاری که اتفاق افتاده هیچ مسئله ای برای خودش رها در واقع نیست، نشده. هر چیزی برنامه داره، هر بیتی برنامه داره، هر بیتی میره وارد یه ساختمانی میشه، از این چهار تا عنوانی که گفتم عبور میکنه، تازه معنی میشه این. خیلی خوبه. و دانش آموز ببینید ببین به صورت کلی در هر فصلی ما مثلا 200 اسلاید اگر داشته باشیم، 205 تا 1000 بیت در هر فصل تحلیل فقط دستوری میشه. دانش آموز دیگه میگه ولم کنید آقا، نمیخوام. بس فهمیدم به خدا. این هزار تا بیت زمانش از آموزش های مرسومی که بچه ها دارن یا فیلم های کمتره، آموزشی کمتره. سرعت بالا، روش شناسی خاصی که بله. وجود داره. بسیار عالی، جا داره باسم ازتون تشکر کنم. من به خدا تعریف کردن افکار خود خوب نیست، ولی واقعا دلم سوخته، رفتم تمام نکته هایی که لازم بوده برای اینکه دانش آموز یاد بگیره، لذت ببره و دانشش بره بالا، تو آزمون‌های آزمایشی، تو آزمون‌های برتر، آمادگی برای کنکور، مدرسه و اون تدریس سلایه‌ای که در واقع توی این مجموعه اتفاق می‌افته. در موردش صحبت بله ما هم داریمش، به خاطر اینکه بعد از اینکه درس رو در واقع کامل تحلیل می‌کنیم و مو به مو خط به خط کتاب رو می‌ریم جلو، سوالات تشریحی آنچه که معلم برای مدرسه دانش آموز در نظر گرفته و می‌خواد حالش رو بگیره اونجا جلو چه می‌گیریم، و سوالات تستی برای آزمون‌های برتر، آزمون‌های تیزو، چون هر آزمونی که حالا در واقع بچه‌ها می‌خوان بدن و ببخشید بسیار عالی، اختیار دارید، استفاده کردیم بسیار. من که صحبت کردم با شما رو دوست دارم، متأسفانه زمانبندی برنامه‌مون بله نه من می‌دونم دیگه، ان شاء الله خیلی سریع تموم بشه. ما کارمون حرف زدن معلم ادبیات، تو می‌خواد تا صبح براتون صحبت. درود بر شما، خوشگواری. فیلم های ادبیات رو ببینید خودت متوجه میشید، خیلی زحمت کشیده شده، اصلا یه محصول متفاوت خیلی هم مهمه این فارسی ادبیات، اصلا ازش غفلت
نکنید. یه قسمت از پیام‌های آسمانی رو ببینیم جناب یوسفیان پور منتظرم کتاب داره میگه اینا. اطرافیان هارون دور و برش جمع شده بودن، داشتن چاپلوسیشو میکردن که ناگهان بهلول سر میرسه. کدوم بهلول؟ همین بهلول زیرک. بهلول وارد دربار میشه. خب هارون میگه ای بهلول، دقت کن هارون چی میگه. هارون ببین جمله از زبان هارون خارج میشه، این جمله‌ای که داخل این ابر اومده، میگه ای بهلول تو خیلی وقت ما رو میشناسی، خیلی وقت تو دربار ما میای، اما برخلاف این درباریان تو تا به امروز چیزی از من نخواستی. از ما بخواه امروز یه چیزی چه به تو ببخشیم. میگه آه خیلی وقت میای اینجا، ولی چرا از ما چیزی درخواست نمی کنی؟ ما این همه قدرت داریم، تو هیچی از ما نمی خوای. امروز یه چیزی بخواه که اونو به تو ببخشیم. بهلول چی میگه؟ بهلول میگه ای خلیفه بزرگ، واقعیتش من گناهانم، از گناهانم می ترسم که در روز قیامت باعث عذابم بشه، از شما می خوام گناهان منو ببخشید. پس ببین درخواست زیرکانه بهلولو میگه یه خلیفه بزرگ، نگران گناهانم هستم که در روز قیامت، این که سه نقطه گذاشتم یعنی روز قیامت، پر کن خودت، در روز قیامت باعث عذابم بشه، از این میترسم، شما گناهان من رو ببخشید. خلیفه میخنده، یه خنده ای سر میده. چی میگه در جواب؟ میگه ای نادان، این چی از من میخوای؟ من خودم نمیدونم در روز قیامت چه حال و روزی دارم، بعد تو داری از من میخوای که من تو روز قیامت تو رو نجات بدم؟ آقا یه چیز دیگه ای بخوا، این چی آخه؟ من اصلا از وضعیت خودم خبر ندارم. پس میگه ای نادان، من نمیدانم سه نقطه که گفتم، یعنی نمیدونم در روز قیامت چه حال روزی خواهم داشت، چیز دیگری بخوا. بهلول دوباره در جواب برمیگرده میگه خلیفه، من زیاد بیمار میشم، زود زود بیمار میشم، ازتون میخوام شما بیماری ها رو از من دور کنید. میگه ای خلیفه، من زود بیمار میشم، بیماری ها رو از من دور کنید، این درخواست من از شماست. دوباره هارون ناراحت میشه، آقا ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم، چیز دیگه ای بخوا، این از دست ما ساخته نیست. پس ببین هارون چی میگه، میگه این کار از من ساخته نیست، چیز دیگری بخوا. بعد دوباره بهلول برمیگرده میگه خلیفه بزرگ، خلیفه بزرگ، شما این کشور پهناور با همه ساکنانش، همه فرمانبردار شما هستن، همه مطیع شما هستن، همه تحت امر شما هستن، شما هر چی دستور بدی تو این کشور همه انجام میدن. واقعیتش اینه که من وقتی شبا میخوام بخوابم، این پشه ها و مگس ها میاد مزاحم من میشه، منو اذیت میکنه، نمیذاره من قشنگ بخوابم. ازتون میخوام که به این پشه ها، به این مگس ها دستور بدید که منو اذیت نکنن که بتونم بخوابم. ببین چه خواسته ای زیرکانه ای داره، خواستش اینه از هارون، اینه که آقا پشه و مگس منو اذیت میکنه، نمیذاره بخوابم، بهشون دستور بده که سراغ من نیان. بعد دیگه واقعا هارون اینجا عصبانی میشه، نمیتونه خودشو کنترل کنه، برمیگرده میگه ای نادان، اینا چیست که از ما میخوای؟ کارهایی رو از ما میخوای که از دست هیچ کس ساخته نیست، هیچ کی نمیتونه انجام بده. نکنه ما رو مسخره کردی، نکنه ما رو مسخره کردی این وسط. بهلول در جواب خیلی آروم و استوار میگه جناب خلیفه، من قصد مسخره کردن شما رو نداشتم، فقط سه نقطه. کتاب دقیقا سه نقطه رو گذاشته، بعد همینو میگه و مجلس و اون قصر رو آرام در حیرت همگان، در حیرت اون همه درباریان و اطرافیان که دور و بر هارون جمع شده بودن و هارون رو یک قدرت میدونستن، قصر رو ترک میکنه. خب این ماجرا ماجرای بهلول و هارون، ازش چی میفهمی؟ این عاقل‌ترین دیوانه بهلول میخواست چی رو حالی کنه به این هارون؟ میخواست حالی کنه هارون تو قدرتت خیلی خیلی محدوده،
من حتی خواسته های خیلی خیلی جزئی و کوچک من که یه پشه یه مگس رو از من دور کن، تو نمیتونی اونو انجام بدی. تو اصلا هیچی در برابر قدرت خدا، یعنی غیر مستقیم حالیش کرد بابا، اون بالایی بیشتر این قدرت رو داره، تو در برابر قدرت خدا هیچی نیستی، عددی نیستی. و فهموند به اطرافیان، به اون درباریان، که ماها باید از خدا که قدرت مطلقه خواسته هامون رو بخوایم، نه امثال هارون که واقعا قدرتی ندارن، خودشون فکر میکنن قدرتی دارن، ولی وقتی یه همچین شخصی بهلول عاقل‌ترین دیوانه میاد اینو با چند تا سوال به چالش میکشونه، همه فهمیدن که این واقعا کاری از دستش بر نمیاد. متوجه شدی داستانو؟ خب با تصاویر، با این مکالمه ها، گفتگوها توضیح دادم. حرف آخر. به به، جناب یوسف یانپورم به جمعمون اضافه شدن، مهمان آخر برنامه‌مون هستن. درس پیام‌های آسمانی، درسی که شاید بچه‌ها احساس کنن آقا شاید نیاز به این همه زحمت هم نباشه، خودمون میخونیمش، ولی خب یه کارهای متفاوتی رو براتون انجام دادن که الان از زبان خودشون بشنویم خالی از لطف نیست. تو پرانتز فقط من بگم دیگه، خیلیاتون جناب یوسف یانپور رو میشناسید، مطرح ترین دبیر دین و زندگی کنکور کشور هستن که تو انتشارات حرف آخر نزدیک به یه دهه است دارن فعالیت میکنن و فقط سال گذشته فکر میکنم بالای 20 نفر صد زده بودن دین و زندگی و با فیلمای آموزشی جناب یوسف یانپور. با اون همه تجربه و این همه اوصافی که براتون کردم، الان اومدن تو مقطع متوسطه اول تو پیام‌های آسمانی. خیلی خوش اومدید در خدمت سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما. سلامت باشید. سلام میکنم به بچه‌های عزیز، به پدر و مادرای نازنین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با افتخار در خدمت سلامت باشید. پیام‌های آسمانی، این همه زحمت براش کشیدید، محتوای سختی رو براش ساختید، من میدونم تقریبا چند ماهی است درگیر هستید. دقیقاً به چه نیتی این کار انجام شد و در مورد جزئیاتش بیشتر صحبت کنید؟ مهندس گرمانی، خب همشو به شما بهتر میدونید، بچه‌ها تو مقطع متوسطه دوم درس دین و زندگی رو دارن. درست. پیام آسمان تو مقطع متوسطه اول به دنبال هدیه های آسمان مقطع متوسطه مال ابتداییه. هدیه های آسمان رو تو ابتدایی خوندم، تو بعد میشه پیام های آسمانی، بعد دین و زندگی هم ادامه‌شه که در کنکور به نوعی نیاز بچه هاست. بعد اون موزلی که بچه ها تو این درس دارن، یعنی اون چیزی که من حس کردم تو این چندین سال تدریسم، میشینن حفظ میکنن. یعنی اصلا نمیدونن این درس رو باید چطور بخونن. روکرد کاملا اشتباه دیگه. با همین روکرد میان جلو، تو دین و زندگی کنکور دچار مشکل میشن. اصلا خب من معلم دینی کنکورم، اون چیزی که باعث شد ورود کنم به این مقطع، تنها هدفم خدا شاهده این بود که بچه‌ها این درس رو عاشقانه بخونن، چون درس قرآنه، درسی که واقعا مفاهیمش با ارزشه، بچه‌ها باید عمیقا این مفاهیم رو حس کنن تا بتونن به خوبی یاد بگیرن. من تنها جمله‌ای که تو این درس میتونم به بچه‌ها بگم، پیام‌های آسمان رو قراره یه جوری یاد بگیرید که واقعا چیزی رو حفظ نکنید. خیلی مهمه این... دیگه این جمله، آقا قرار چیزی رو حفظ نکنید، یعنی بفهمیم. چون واقعا بچه‌ها تو این مقطع مخصوصا این درس رو گاهن اصلا نمیخونن، یعنی فقط شب امتحان یا فقط اگه معلم میخواد بپرسه. گفتم مثلا معلم گفته این 4 تا سوال میاد، این 4 تا سوال رو باید حفظ کنیم، ولی ما خط به خط کتاب رو، خانواده‌های عزیز، بچه‌های عزیز، من براتون تدریس میکنم، از تصویرسازی انیمیشن استفاده کردم که شما مطالب رو ببینید. واقعا مثلا وقتی داریم صحبت میکنیم از یک موضوع، 10 سطر کتاب زیرش مثلا 2 تا آیه قرار گرفته، آقا این آیه چه ربطی به این متن داره؟ من براش داستان ساختم. تو اون داستان بدون اینکه دانش آموز من واقعا چیزی و خودش بدونه که آقا یوسف یانپور الان یه نیم ساعت برای ما حرف زد، من کل درس رو یاد گرفتم. خط به خط کتاب بهش توضیح میدم، جمله به جمله میریم جلو، بعد کلی براشون سوال حل میکنم، سوالای چهارگزینه‌ای، سوالایی که دقیقاً تو امتحانتون یا معلمان عزیز سر کلاس از شما میپرسن. بعد اونقدر تکرار رو تمرین میکنیم. اعتقاد من اینه که دانش آموز وقتی درس اول رو که من 40 دقیقه تدریس کردم، بعد حسنش اینه که تایم جلساتمون خیلی کمه، ولی با وجود اینکه تایم کمه خیلی تکرار میکنیم و میتونم بگم همونجا میتونه جلسه رو ببینه، کل درس رو یاد بگیره و هر سوالی هر معلمی سر هر آزمونی سر هر امتحانی شرکت کرد بتونه به راحتی به سوالا پاسخ بده. خیلی خوبه که از این تصویرها هم استفاده شده، از این انیمیشن سازی ها خیلی شیرین تر میکنه. من میگم بچه‌ها نسبت به این درس شاید حفظی برخورد میکردن، شاید شب امتحانی برخورد میکردن، چون تو مسیر درست آموزشش نبودن. درس شیرینیه واقعا. واقعا تو بطنش که میره پر از شیرینیه، پر از
لحظات خوبیه که حس خود آدم رو به عنوان یک انسان خوب میکنه. من میگم از اون درساییه که حال خوب کنه این درس. و مثلا فصل اول ما تو مقاطعی که بچه ها دارن میخونن خداشناسیه. خب خیلی عالی. خب واقعا نیازه. یعنی اصلا حس آدم خوب میشه، حال آدم خوب میشه، مهارت‌های زندگی آدم پررنگ‌تر میشه. یه زندگی که قراره چند دهه دیگه شما زندگی کنید، این درس زندگیه به نظر من. و چون این مطالب رو بچه ها تو مدارس با تمام احترامی که به همه همکاران عزیزم قائلم، ولی روی کرده یه جوری بوده که فقط بخون، مثلا هفته بعد معلم میخواد بپرسه از اینجا علامت بزن، از اینجا تا اینجا این میتونه سوال باشه، ایمان چیست، ایمان رو تعریف کن، اونم میشینه حفظ میکنه. ولی ما اینجا واقعا مهندس کرمانیات داستان ساختیم. یعنی وقتی درس دوم تو سال نهم رو مثال دارم عرض میکنم، بچه ها میخونن بحث ایمان رو، واقعا درک میکنن آقا ایمان چیه، من چجوری میتونم ایمانم به خدا رو بیشتر کنم، ایمان خوب. چه ثمراتی تو زندگی من داره. من یا تو مقاطع دیگه هست که حتی خود پدر مدران بشینن کنار دانش آموزها ببینن، خیلی شیرین و لذت بخش براشون. دست شما درد نکنه، کار بسیار بزرگی رو انجام دادید، خیلی زحمت کشیدید و محاصلش هم کار بی‌نظیر شده و فکر میکنم بچه ها وقتی خودشون ببینن تو مسند قضاوت بشینن، خودشون بهترین قضاوت رو در مورد این زحماتی که شما کشیدید انجام میدن. خانواده ها خیالشون راحت باشه، بچه هایی که الان پیام های آسمان رو، شاید تا حالا همچین تفکری راجع به این درس وجود نداشت که من این درس رو بشینم این مدلی یاد بگیرم، وقتی از الان یاد میگیرن که تو پیام های آسمان چجوری آیه رو باید با متن وصل کنیم، چجوری اصلا متن کتاب پیام های آسمان رو بخونیم، هدف از قرار گرفتن این متن تو درس چی بوده، میان انشالله مقطع متوسطه دوم دین و زندگی و برای کنکور یکی از درسای فوق العاده مهم بشونه. خودشون اونجا یاد میگیرن که آقا من دین و زندگی دهم یا یازدهم دوازدهم چجوری باید از اینا من مطالب و مفاهیم قرآنی رو استنباط کنم. درود بر شما، بسیار عالی. ممنون از جناب آقای یوسفیانپور، ممنون از همه شما عزیزان که تقریبا یه ذره زمانمون هم بیشتر شد از اون زمان مقرر، این زمان رو گذاشتید به این گفتمان تخصصی در ارتباط با مقطع متوسطه اول گوش دادید. ممنونم از همه شما عزیزان به پاس نگاه‌های زیباتون در راستای عدالت آموزشی. بخش‌هایی از این آموزش‌ها رایگان تقدیمتون میشه. تقریبا هفته های اول مهر رو رایگان در اختیارتون قرار دادیم. یه سری قسمت هایی که سخت و چالشی هم بوده اونها هم رایگان تدریس هاشو براتون گذاشتیم تا خودتون در راستای عدالت آموزشی با چشمان خودتون ببینید چقدر زحمت برای شما عزیزان کشیده میشه و یه جورایی حجت تموم شد امسال برای همه. که آقا اگر شرایط کرونایی هست، اگر مدارس خوب پیش نمیره، اگر تعطیله، این آموزش هست که جایگزین کامل این اتفاقات باشه و دیگه نگران کسی نباشه انشالله. اگر سوالی دارید میتونید به سامانه 1640-35 کلمه مشاوره مقطع متوسطه اول رو، یعنی بنویسید مشاوره مقطع متوسطه اول، به 1640-35 که پیامک کنید انشالله باهاتون تماس میگیرن، دوستان مشاورمون راهنماییتون میکنند. باز هم تاکید میکنم با خدای نکرده استفاده نامشروع از این محصولات، استفاده از کپی ها، استفاده از محصولاتی که اورجینال نیستن، آینده تحصیلی خودتون و آینده شغلی خودتون و آینده خودتون رو تباه نکنید. هیچ رضایتی در قبال محصولات کپی وجود نداره و فقط حساب هایی که به نام جناب آقای منتظری هست، عبدالرضا منتظری هست، مورد تایید انتشارات حرف آخر هست و شما باید مستقیما مبالغ خودتون رو به این حساب ها واریز کنید تا انشالله محصولات براتون ارسال بشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.